کتاب تمرین نیروی حال نویسنده اکارتول مترجم فرناز فرود انتشارات کلک آزادگان چاپ پنجم سال 1386 راوی کتایون زند آزادی هنگامی آغاز میشه که در کنید شما فکر کننده نیستید. همین که تماشاگر فکر کننده بشید سطح بالاتری از آگاهی فعال میشه. آنگاه به تدریج متوجه میشید که در ورای فکر گستره عظیمی از شعور وجود داره که فکر فقط بخش کوچکی از اونه. متوجه میشید که تمامی چیزهای به راستی مهم مانند زیبایی، عشق، خلاقیت، شادی و آرامش درونی از ورای ذهن برمیخیزند به این ترتیب آهسته آهسته بیدار میشید پیش گفتار نیروی حال در زمانی کوتاه جای خود را در میان بزرگترین کتابهای معنوی معاصر پیدا کرده نیروی این کتاب فراتر از کلمات و میتونه ما رو به مکانی بسیار آرام در ورای افکارمون ببره مکانی که مسائل ساخته و پرداخته فکر در اونجا ناپدید میشن و ما به مفهوم آفرینش یک زندگی آزاد پی میبریم. همون گونه که کارتول خود بیان میکنه و میگه من از یک دگرگونی والای آگاهی بشر سخن میگم نه به عنوان امکانی در آینده دور بلکه آن گونه که اکنون برای هر کس و در هر کجا میسره به شما نشون داده میشه چگونه خود را از اسارت ذهن رها کنید به حالت روشنبینی وارد بشید و این حالت رو در زندگی روزمره خود حفظ کنید تمرین های ویژه و راحل های روشنی که در سراسر این کتاب راه میشه به ما نشون میده که چگونه وقار راحتی و سبکی ناشی از آرام کردن افکار خود را تجربه کنیم و جهان پیرامونمون رو در حال حاضر ببینیم. کتابی را که پیش رو دارید بسیار آهسته و گاه بی هیچ ترتیبی بخونید یا به اون گوش بدید. بر واجه ها و حتی فضای بین واجه ها تعمق کنید تا به مرور زمان یا بیدرنگ به موردی با اهمیت و دگرگون کننده برخورد کنید. اون وقت که توانایی اون رو پیدا خواهید کرد که نه تنها زندگی بلکه جهان خود رو دگرگون کنید. وجود مقدس شما همکنون در اینجا و در این لحظه حضور داره همکنون همینجا نه در آینده ای دو جایگاهی درون ما وجود داره که همواره در ورای آشفتگی های زندگی و خواهد بود جهانی آرام و در ورای واژگان جهانی پرنشاد که متضادی نداره نیروی حال در دست شماست اون رو کشف کنید. سراغاس. نیروی حال از چاپ نخواست در سال 1997 تأثیری شگرف و بسیار عمیقتر از اون چیزی که در تصورم می گنجید بر آگاهی جمعی سیاره داشته. این کتاب به پانزده زبان ترجمه شده و هر روز از سراسر جهان نامه از خوانندگان دریافت می که نوشتند در نتیجه آموزش‌های نیروی حال زندگی اونها دگرگون شده. هرچند آثار دیوانگی های ذهن خود محور هنوز در همه جا به چشم میخوره اما پدیده ای تازه در حال شکل گیریه. پیش از این هیچگاه مردم این همه آماده نبودند تا الگوهای ذهنی جمعی رو که از دیر باز بشریت رو در اسارت درد و رنج نگه داشته به هم بزنن حالت تازه ای از آگاهی پدیدار شده. دیگه بسه. به اندازه کافی رنج برده ایم. همین لحظه که دارید به این کتاب گوش میدید و دارید به این خطوط گوش میدید که درباره امکان یک زندگی آزاده که در اون موجب درد و رنج خود و سایرین نشید این آگاهی از درون شما پدیدار میشه. بسیاری از خوانندگان نامه نوشتن و در اون گفتن که دوست دارن آموزش های نیروی حال به شیوه عملی تر عرضه بشه تا هر روز بتونن اونها رو تمرین کنند این درخواست انگیزه برای نگارش این کتاب شد. کتاب تمرین نیروی حال علاوه بر تمرین حاوی بخشای کوتاهی از کتاب نیروی حال نیز هست تا برخی از مفاهیم اصلی را یادآوری کنه و به عملی کردن این مفاهیم در زندگی روزمره کمک کنه. بسیاری از این بخشها به ویژه برای مطالعه عمیق مناسب هستند. هنگامی که به عنوان مراقبه مطالعه می کنید و یا به متنی گوش میدید و صرفا این کار رو به منظور کسب اطلاعات تازه انجام نمیدید، مایل هستید تا از این راه به سطح دیگه ای از آگاهی وارد بشید. از این رو میتونید یک بخش رو بارها بخونید و یا بارها به اون گوش بدید و هر بار درک تازه ای از اون کسب کنید. فقط کلامی که در حالت حضور گفته یا نوشته بشه دارای توان دگرگون کردنه توانی که حضور رو در خواننده یا شنونده بیدار میکنه بهتر این بخشا به آهستگی خونده بشن یا با تعمق به اونها گوش داده بشه گاه به دفعات درنگ کنید و لحظه ای رو به تعمق در آرامش و سکون اختصاص بدید و گاه کتاب رو یا فایل صوتی رو بی هیچ ترتیبی باز کنید و فقط چند خط اون رو بخونید یا بهش گوش بدید. اکارتول نهم ماه ژوئیه سال 2001. بخش نخست. دستیابی به نیروی حال. هنگامی که آگاهی شما به بیرون معطوفه، ذهن و جهان پدیدار میشم و هنگامی که به درون معطوفه منشای خود رو درک میکنه و به خانه نزد آن کانون نهایی باز میگرده فصل اول روشن بینی یک حیات جاودان و همیشگی در ورای هزاران هزار شکل حیات مقید به تولد و مرگ وجود داره مردمان بسیاری برای توصیف اون واژه خدا رو به کار میبرند من اغلب اون رو وجود می نامم. واجه ها چیزی رو روشن نمی کنن. اما مزیت وجود اینه که مفهوم گسترده ای داره و آن نادیدنی نامحدود رو به موجودی محدود تقلیل نمیده. امکان نداره بشه تصویری ذهنی از اون ساخت و هیچ کس نمی تونه مدعی مالکیت انحصاری اون بشه. وجود حضور بیواسطه شماست. و به صورت حس حضور خود شما بیدرنگ در دسترسه بنابراین از واژه وجود تا تجربه وجود فقط باید گامی کوتاه برداشت. وجود نه تنها در ورا که در اعماق هر شکل به صورت درونی ترین ذات تباهی ناپذیر و نادیدنی اون نهفته است. به عبارت دیگه همکنون وجود به صورت خیشتن خیش و طبیعت حقیقی شما در دسترستونه اما در پی اون نباشید که با ذهن خود به اون دسترسی پیدا کنید سعی نکنید اون رو بفهمید فقط وقتی میتونید اون رو بشناسید که ذهن آروم بگیره هنگامی که حضور دارید زمانی که به طور کامل و متمرکز به حال توجه دارید میتونید وجود رو حس کنید اما هیچ وقت نمیتونید با ذهن خود اون رو بشناسید به آگاهی دوباره به وجود و موندن در اون حالت شناخت احساسی روشنبینی گفته میشه. واژه روشنبینی نوعی دستاورد فراانسانی رو به ذهن میرسونه و نقص یا ایگوی نقش رو دوست داره. در حالی که روشنبینی حالت طبیعی احساس وصل با وجوده. ارتباط با چیزی بیکران و فنا پذیر که در نهایت شگفتی ذات شخصه و در عین حال بسیار عظیمتر از اونه بینی یافتن طبیعت حقیقی خیش در ورای نام و شکله ناتوانی در حس کردن این اتصال توهم جدایی از خود و دنیای اطراف رو پدید میاره اون وقت آگاهانه یا ناآگاهانه خود رو به صورت ای تک و تنها میبینید ترس پدیدار میشه و تضادهای درونی و بیرونی امری عادی به نظر میرسن بزرگترین مانع در راه تجربه حقیقت اتصال یکی شناختن خود با ذهنه که باعث میشه فکر غیر ارادی بشه قادر نبودن به توقف فکر گرفتاری وحشتناکیه اما از اونجایی که تقریبا هم از اون رنج میبریم متوجهش نیستیم و اون رو حالتی عادی میپنداریم سر و صدای بیوقفه ذهن مانع از این میشه که قلم روی آرامش درونی رو که از وجود جدا نیست کنیم. این هم همه یک خود توهمی ذهنی رو شکل میده که سایه ای از ترس و رنج بر ما می گسترانه. خود رو با ذهن یکی انگاشتن پرده غیر شفاف رو از مفاهیم، برچسب ها، تصاویر، واجه ها، داوری ها و تعریف ها به وجود میاره که راه رو بر همه روابط حقیقی سد میکنه. این پرده بین شما و خودتون. هم نوعانتون طبیعت و خدا قرار میگیره همین پرده پنداره که توهم جدایی رو این توهم رو که شما وجود دارید و یک دیگر کاملا جدا هم وجود داره ایجاد میکنه آنگاه حقیقت بنیادین اتصال با همه چیز و همه کس رو که پشت لایه ای از تجلیات جسمانی و شکلهای گوناگون پنهان شده فراموش میکنید چنانچه ذهن به درستی مورد استفاده قرار بگیره ابزار عالیه اما اگه به اشتباه به کار گرفته بشه بسیار مخرب میشه با این وجود مسئله این نیست که از ذهن خود استفاده نادرست میکنید بلکه اینه که به طور معمول اصلا از اون استفاده نمیکن ذهن از شما استفاده میکنه بیماری اینه شما معتقدید که ذهن خود هستید و این یک توهمه ابزار شما رو تسخیر کرده مثل اینکه موجود دیگه شما رو تسخیر کرده باشه و شما ندونید و در نتیجه اون موجود رو خود بپنداری آزادی با درک این نکته آغاز میشه که شما اون موجود یعنی فکر کننده نیستید دانستن این واقعیت شما رو قادر میکنه تا اون موجود رو تماشا کنید همین که شروع به تماشای فکر کننده کنید سطح بالاتری از آگاهی فعال میشه آنگاه به تدریج متوجه میشید که شعور گسترده ای در ورای فکر وجود داره و فکر فقط ذره ای خرد از اون شعوره همچنین متوجه میشید که همه چیزهایی که به راستی مهم هستند مثل زیبایی، عشق، خلاقیت، شادی و آرامش درونی از ورای ذهن که برمیخیزند و در طی این مسیر به تدریج بیدار میشید رها کردن خود از ذهن خبر خوش اینه که میتونید خود را از ذهنتون رها کنید این تنها آزادی حقیقیه هم اکنون میتونید نخواستین گام رو بردارید تا اونجایی که میتونید به صدای درون سر خود گوش بدید به هر الگوی فکری تکراری نوارهایی که شاید سالهاست در سرتون نواخته میشن توجه ویژه کنید منظور من از تماشای فکر کننده همینه. به عبارت دیگه به صدای درون سر خود گوش بدید و به عنوان شاهد حضور داشته باشید. وقتی که به اون صدا گوش میدید بدون تعصب گوش بدید. یعنی داوری نکنید. اون چیزی رو که میشنوید قضاوت یا محکوم نکنید. چون این کار به این معنیه که همون صدا از در پشتی وارد شده. به متوجه میشین که صدا اونجاست و من در اینجا به اون گوش میدم. اونو تماشا میکنم. این درک من، این درک حضور خیش یک فکر نیست بلکه از ورای ذهن برمیخیزه. پس وقتی که به یک فکر گوش میدید نه تنها به فکر آگاه هستید بلکه به عنوان شاهد فکر نسبت به وجود خودتونم آگاهید. اینگونه به بود جدیدی از آگاهی وارد شدید. در حالی که به فکر گوش میدید یک حضور آگاه یک خود عمیقتر رو در زیر یا پشت فکر احساس میکنید در این حالت تسلط فکر بر شما از بین میره و به سرعت محو میشه چون شما دیگه از طریق یکی دونستن خود با ذهن بهش انرژی نمیدید این آغاز پایان تفکر ناخواسته و اجباریه وقتی که فکر محو میشه شما در جریان ذهنی خود یک وقفه یا به عبارت دیگه یک گسستگی یا بی ذهنی رو تجربه می کنید. در ابتدا فاصله ها کوتاهن و شاید چند ثانیه طول بکشن اما به تدریج طولانی تر می هنگام بروز این وقفه ها در خود سکوت و آرامش خاصی احساس می کنید. این آغاز حالت طبیعی احساس وصل با وجوده که معمولا ذهنونو میپوشونه احساس سکون و آرامش با تمرین عمیقتر میشه. در واقع این عمق انتهایی نداره. در زم احساس لطیفی از نشاط به شما دست میده که از اعماق وجودتون برمیخیزه. این نشاط وجوده. در حالت اتصال درونی بسیار هوشیارتر و بیدارتر از وضعیت یکی بودن با ذهن هستی. در این حالت شما به طور کامل در حال هستی این وضعیت فرکانس ارتعاش میدان انرژی حیات بخش جسم رو بالا میبره هنگامی که عمیقتر به این قلم روی بی ذهنی که بعضی بهش اشراق میگن فرو برید حالت آگاهی ناب رو درک خواهید کرد در اون حالت حضور خود رو با چنان شور و شعفی حس می کنید که تمامی افکار و عواطف، جسم و کل جهان بیرون در مقایسه با اون بی اهمیت به نظر می رسن. اما این یک حالت خودخواهانه نیست بلکه وضعیت بی خودی است و شما رو به ورای اون چیزی که قبل از اون به عنوان خود می شناختید می بره. اون حضور در عین حال که ذات شماست به طرز غیر قابل تصوری عظیم تر از شماست. به جای تماشا کردن فکر کننده میتونید فقط با متمرکز شدن بر حال در جریان فکری خود وقفه ایجاد کنید. فقط و فقط معطوف به همین لحظه بشید. این کار عمیقا رضایت بخشه. به این ترتیب آگاهی خود را از فعالیت ذهنی پس می کشید و یک وقفه بی ذهنی ایجاد می کنید که در طی اون بسیار هوشیار و آگاه هستید اما فکر نمی کنید. این همون معنا و مفهوم مراقب است. در زندگی روزمره میتونید به این ترتیبی مراقبه رو تمرین کنید که کاری رو که به طور معمول فقط به منظور رسیدن به نتیجه انجام میدید با توجه کامل انجام بدید تا خود اون کار به نتیجه تبدیل بشه. مثلا هر بار از پله بالا و پایین میرید به هر گام، هر لحظه و حتی هر نفس با دقت توجه کنید. به طور کامل در حال باشید. وقتی که دارین دستاتون رو میشورید به تمام دریافت های حسی مربوط به این کار توجه کنی مثلا به صدا و احساس آب حرکت دستها، ها عطر صابون و غیره وقتی که سوار اتومبیل میشین بعد از اینکه در و بستین چند ثانیه تعمل و بر جریان تنفس خود تمرکز کنید نسبت به احساس آرام و در عین حال نیرومند حضور در حال هوشیار بشید برای اندازه گیری میزان موفقیت شما در این تمرین معیار معینی وجود داره اونم مقدار آرامشیه که در درون احساس میکنید مهمترین گام در سفر به سوی روشنبینی اینه که یاد بگیری هویت خود رو از ذهن جدا کنی. هر بار که در جریان فکری خود وقفه ایجاد می کنید، نور آگاهی شما نیرومندتر می شه. شاید یک روز مچ خود رو بگیرید که به سر و صداهای ذهن خود همچون بازی گوشی های کودک نگاه می کنید و بهش لبخند می زنید. این به این معنیه که شما دیگه محتوای ذهن خود رو چندان جدی نمی چون خود رو ذهن نمی پنداری. روشنبینی بر فراز فکر طی رشد بنا به تربیت شخصی و فرهنگی خود یک تصور ذهنی از اون کسی که هستیم شکل میدیم میتونیم این وجود توهمی رو نفس یا ایگو بنامیم نفس از فعالیت های ذهنی تشکیل میشه و فقط از طریق تفکر پیوسته دوام داره واژه نفس برای افراد گوناگون معانی مختلفی داره اما من اون رو به معنی خود کاذب یا ایگو که توسط یکی شناختن ناآگاهانه خود با ذهن به وجود میاد به کار میبرم برای نفس لحظه حال تقریبا وجود نداره و فقط گذشته و آینده است که مهم به نظر میرسم این وارونگی شدید حقیقت باعث میشه که ذهن در چارچوب نفس بسیار مختل عمل کنه در این حالت ذهن پیوسته میخواد گذشته رو زنده نگه داره چون بدون گذشته شما چه کسی هستی و علاوه ذهن پیوسته خود رو به آینده فرافکنی میکنه تا از ادامه هستی خود خاطر جمع بشه و در ضمن پی نوعی رهایی یا خوشنودی در آینده است نفس میگه یک روز وقتی که این یا اون پدیده رخ بده خوشحال و آرام خواهم بود حتی مواقعی که نفس علاقه به حال به نظر میرسه به هیچ وجه حال واقعی رو نمی بینه چون یا داره از دریچه گذشته بهش نگاه میکنه و یا حال رو در حد وسیله در راه رسیدن به هدف هدفی که همیشه در آینده شکل گرفته در ذهن نهفته است کاهش میده به ذهن خود نگاه کنید تا ببینید که حقیقتا همینطوریه که عمل میکنه لحظه حال کلید آزادی رو در خود داره اما تا زمانی که شما ذهن هستید نمیتونید لحظه حال رو دریابید روشن یعنی بر فراز فکر رفتن در وضعیت روشنبینی هم در مواقع لزوم ذهن استدلالی رو به کار میبرید اما با کارایی و تمرکز بسیار بیشتر در این وضعیت هرچند برای اهداف عملی از ذهن استفاده میکنید اما از گفتگوهای درونی ناخواسته رها شده اید و سکوت و آرامش درونی قالبه. هنگامی که از ذهن خود استفاده میکنید و به ویژه هنگامی که راحل های خلاق مورد نیازه هر چند لحظه بین فکر و آرامش بین ذهن و بی ذهنی در نوسان هستی بی ذهنی آگاهی بدون فکره تفکر خلاق فقط با این شیوه ممکن میشه چون فقط در این حالت فکر از نیروی حقیقی برخوردار میشه فکر به تنهایی و زمانی که با قلم روی بسیار گستردهتر آگاهی در ارتباط نیست به سرعت بی سمر دیوانه و مخرب میشه. احساس واکنش بدن به ذهن ذهن رو فقط به مفهوم فکر به کار نمی برم، بلکه ذهن شامل تمامی احساسها و الگوهای واکنشی ذهنی احساسی ناآگاه هم هست. احساس از تلاقی ذهن و بدن ناشی میشه. احساس واکنش بدن به ذهن یا به عبارت دیگه انعکاسی از ذهن شما در بدنه. هرچقدر بیشتر خود رو به صورت افکار، دوست داشتنها و دوست نداشتنها، داوری ها و تعابیر خود بشناسید یعنی هرچقدر کمتر در حالت آگاهی ناظر حضور داشته باشید بار انرژی شما سنگین تر خواهد بود خواه به این آگاه باشید یا نباشید. اگر نتونید احساسهای خود را درک کنید و با اونها قطع ارتباط کرده باشید عاقبت اونها را در یک سطح کاملا جسمانی و به صورت آرزه یا بیماری جسمی تجربه خواهید کرد. اگر در حس کردن عواطف خود دچار مشکل هستین، ابتدا بر میدان انرژی داخلی بدن تمرکز و بدن خود را از درون حس کنید. این کار شما رو متوجه احساستون میکنه. اگه به راسته میخواد ذهن خود رو بشناسید بدن شما باستا به واقعی اونو نشون میده. پس به احساس خود نگاه کنید یا به بیان دقیقتر، اون رو در بدن خود حس کنید. اگر در ظاهر تضادی بین ذهن و بدن مشاهده می کنید بدونید که فکر که داره دروغ میگه و احساس داره حقیقت رو بیان میکنه. نه حقیقت مطلق وجود شما رو بلکه حقیقت نسبی وضعیت ذهنی شما رو در اون لحظه حتی اگه هنوز نمیتونید محتویات ذهن ناخداگاه رو به صورت افکار به آگاهی خود بیاری بدونید که اونها همیشه در بدن به صورت احساس متجلی میشن و میتونید از اونها آگاه بشید تماشا کردن یک حس به این ترتیب در واقع شبیه به شنیدن یا تماشای یک فکره که قبل از این شرح دادم. تنها تفاوت اینه که فکر در سره اما احساس دارای یک تاثیر نیرومند جسمانیه و به این دلیل در مرحله نخست در بدن حس میشه. شما میتونید به احساس اجازه بدید وجود داشته باشه بدون اینکه خود تحت تاثیر اون قرار بگیرید. شما دیگه احساس نیستید. شما نگاه کننده و حضور مشاهدگر هستید. با این تمرین هرچی در شما ناخداگاهه با نور آگاهی روشن میشه. عادت کنید از خود بپرسید در این لحظه در درون من چی میگذره؟ این پرسش شما رو به مسیر درست هدایت میکنه. اما خود رو تجزیه و تحلیل نکنید. فقط نگاه کنید. تمرکز خود رو متوجه درون کنید. انرژی احساس رو حس کنید. اگر احساسی وجود نداره توجه خود را عمیقتر به میدان انرژی درونی بدن معطوف کنید این راه رسیدن به وجود فصل دوم منشاء ترس حالت روانی ترس از هر گونه خطر ملموس واقعی و فوری جدا ترس روانی به شکلهای گوناگونی نظیر دلواپسی نگرانی اضطراب حالت عصبی فشار ترس وحشت و غیره آشکار میشه ترس روانی همواره در ارتباط با موردیه که امکان داره رخ بده نه اون چیزی که اکنون در حال رخ دادنه شما در اینجا و اکنون هستید در حالی که ذهنتون در آینده است این اختلاف موجب شکافی استراب آور میشه اگه خود رو با ذهن یکی بدونید و ارتباط خود رو با نیرو و سادگی لحظه حال از دست بدید اون شکاف استراباور، آور همدم همیشگی شما خواهد بود. همیشه میتوان با لحظه حال روبرو شد اما نمیتوان از عهده چیزی که فقط یک فرافکنی ذهنی برومد. اومد. نمیتوان بر آینده پیروز شد. از این گذشته تا زمانی که خود رو با ذهن یکی میدونید نفس زندگی شما را اداره میکنه نفس به دلیل طبیعت توهمی خود با وجود سازوکارهای وسیع دفاعی که داره بسیار آسیب پذیر و ناامنه و همیشه خودشو در خطر میبینه این امر حتی در مواردی که نفس در ظاهر بسیار مطمئن به نظر میرسه هم درسته اکنون با در نظر گرفتن اینکه احساس واکنش بدن به ذهن شماست ببینید بدن پیوسته از نفس یعنی از خود کاذب و ساخته و پرداخته زه چه پیامی دریافت میکنه؟ پیام خطر این پیام که من در مرز خطر قرار دارم و چه احساسی از این پیام مداوم ایجاد میشه؟ احساس ترس ظاهرا ترس دلایل بسیاری داره ترس از دست دادن، ترس از شکست، ترس از آسیب دیدن و غیره اما در نهایت همه ترس ها از ترس نفس از مرگ و نابودیه که ناشی میشه از نظر نفس مرگ همیشه در کمینه در این حالت خود رو ذهن ترس از مرگ بر همه جنبه های زندگی شما اثر میذاره برای نمونه حتی مورد به جزئی و متعارف نیاز بی اختیار به محق بودن به حق به جانب بودن و طرف دیگر رو مقصر جلوه دادن یعنی دفاع از موقعیت ذهنی که خود رو با اون یکی فرض کرده اید ناشی از ترس از مرگ وقتی که خود رو با یک موقعیت ذهنی یکی فرض می کنید در صورت اشتباه کردن خود نشاط یافته از ذهن شما به شدت در معرض خطر نابوده قرار می بیره. پس شما در مقام نفس نمیتونید خطر اشتباه کردن رو بپذیرید چون اشتباه کردن به منزله مرگه. در این رابطه جنگ ها در و روابط بیشماری از هم گذستند. اما اگر خود را از ذهن جدا کرده باشید، درست یا اشتباه بودن عقاید شما هیچ تفاوتی در مفهومی که از خود دارید نمی کنی. در نتیجه نیاز عمیقا ناآگاه و به شدت غیر ارادی موجه بودن که شکلی از خشونت دیگه وجود نخواهد داشت. او وقت میتونید با قاطعیت و سراحت افکار و عواطف خود را ابراز کنید اما در این رابطه حالت ستیز جویانی یا تدافعی نخواهید داشت در این وضعیت مفهوم خود از ذهن نمیاد بلکه از مکانی عمیقتر و حقیقیتر در وجود برمیخیزه به هر نوع حالت تدافعی درونی باشید از چی دفاع میکنید از یک هویت توهمی یک تصویر ذهنی یک وجود تخیلی با آگاه شدن به این الگو و مشاهده اون هویت خود را از اون جدا می کنی. اون وقته که الگوی ناآگاه به صورت در نور آگاهی شما محو خواهد شد. به این ترتیب تمامی جر و بحث و بازی های قدرت که برای روابط بسیار مخرب هستند پایان می گیرن. نیرو من جلوه کردن برای دیگران شکلی از ناتوانی که با جامعه کاذب توانایی پوشیده شده نیروی حقیقی در درون نهفته و در لحظه حال در دسترس شما قرار داره ذهن همواره به دنبال راهی میگرده تا حال رو ترد و از اون فرار کنیم به عبارت دیگه هرچی بیشتر ذهن رو هویت خود بدانید بیشتر رنج خواهید بود. یا میشه گفت که هرچی بیشتر بتونید لحظه حال رو بپذیرید و اون رو محترم بشمارید بیشتر از درد رنج و ذهن خود محور رها خواهید شد اگه دیگه نمیخواید خود و دیگران رو به درد و رنج دچار کنید اگه دیگه مایل نیستید به بقایای دردهای گذشته که هنوز در شما وجود دارند اضافه کنید از ایجاد زمان دست بکشید یا دست کم بیشتر از اون چیزی که برای رسیدگی به جنبه های عملی زندگیتون ضروریه زمان درست نکنید. چگونه از آفرینش زمان دست بکشیم؟ عمیقا درک کنید که لحظه حال تنها موردیه که دارید. حال رو به مرکز توجه زندگی خود تبدیل کنید. در حالی که پیش از این در زمان سکونت داشتید و تماسهای کوتاهی با حال برقرار می کردید اکنون اقامتگاه خود را در حال قرار بدید و فقط در مواقع ضروری و برای رسیدگی به جنبه های عملی زندگی خود دیدارهای کوتاهی با گذشته و آینده داشته باشید پیوسته به لحظه حال پاسخ مثبت بدید به توهم زمان پایان بدید راه حل اینه که به توهم زمان پایان بدید زمان و ذهن از هم جدای ناپذیرند زمان رو از ذهن خارج کنید تا متوقف بشه مگر اینکه انتخاب کنید اون رو به کار بگیرید یکی بودن با ذهن به معنای گرفتار شدن در زمانه یعنی مجبور میشید تقریبا همواره فقط از طریق یادآوری و پیشبینی زندگی کنید این وضعیت فکر شما رو بیوقف مشغول گذشته و آینده میکنه و موجب میشه که به شناخت و محترم شمردن لحظه حال علاقه بشید شما به همین لحظه اجازه وجود نمیدید و در نتیجه احساس اجبار میکنید چون به گمان شما گذشته به شما هویت میده و آینده شکلهای گوناگونی از رهایی خوشنودی رو در بر اینها هر دو توهم هستند هر چقدر بیشتر بر زمان یعنی بر گذشته و آینده متمرکز باشید بیشتر حال یعنی گرانبهاترین مورد ممکن را از دست میدید چرا حال گران بهاترین مورده؟ نخست لحظه حال تنها مورده. لحظه حال تنها موردیه که وجود داره. حال جاودان فضایی که همه زندگی شما در اون آشکار میشه و تنها عاملیه که ثابت باقی میمونه. زندگی در لحظه حال. هیچ وقت نبوده که زندگی شما در لحظه حال نبوده باشه. و هیچ وقت همچنین نخواهد شد. دوم این که لحظه حال تنها نقطه که میتونه شما رو به ورای محدودیت های ذهن ببره. لحظه حال تنها نقطه دستیابی به قلم روی بی زمان و بی شکل وجوده. آیا هیچگاه چیزی رو خارج از لحظه حال تجربه کرده، انجام داده، اندیشیده یا احساس کرده آیا گمان میکنید که در آینده چنین خواهید کرد آیا ممکن موردی خارج از حال رخ بده یا وجود داشته باشه پاسخ واضحه که نه هیچ چیز هیچ وقت در گذشته رخ نداده وقتی رخ داده در لحظه حال بوده که رخ داده هیچ چیز هیچ وقت در آینده رخ نخواهد داد وقتی رخ بده در لحظه حاله که در حال رخ دادنه معنا و مفهوم اون چیزی که در اینجا میگم با ذهن قابل درک نیست همین که اونو درک کنید آگاهی شما از ذهن به وجود و از زمان به حضور منتقل میشه در این صورت ناگهان احساس میکنید همه چیز جان داره و انرژی وجود رو از خود منتشر میکنه فصل سوم ورود به حال در بیزمانی گونه دیگه از دانستن پدید میاد. دانستنی که روح موجود در یکای یک, یک مخلوقات و چیزها را از بین نمیبره. دانستنی که تقدس و راز زندگی رو نابود نمیکنه و عشق و احترام عمیقی برای هر اون چیزی که هست قائل میشه. دانستنی که ذهن درباره اون هیچ نمیدونه. الگوی قدیمی ترد لحظه حاضر و مقاومت در برابر اون رو به هم بریزید. عادت کنید که هرگاه گذشته و آینده مورد نیاز نیستند توجه خود را از اونها پس بکشید. تا اونجایی که میتونید در زندگی روزانه از بود زمان خارج بشید. اگه ورود مستقیم به لحظه حال براتون دشواره، به این ترتیب شروع کنید که تمایل همیشگی ذهن خود رو به فرار از حال مشاهده کنید. میبینید که معمولا آینده بهتر یا بدتر از اکنون مجسم میشه. اگه آینده خیالی شما بهتر باشه به شما امید یا انتظارات لذت بخش میده و اگه بدتر باشه تولید نگرانی میکنه. هر دوی این حالت ها زاده توهم هستند. زندگی شما به طور طبیعی از طریق مشاهده با حضور بیشتر تو میشه. همین که متوجه بشید حضور ندارید حضور پیدا می کنید. هر بار که توانایی مشاهده ذهن خود را پیدا می کنید دیگه گرفتار اون نیستید. در این روند عامل دیگه ای وارد شده. چیزی که زایده ذهن نیست یعنی حضور مشاهدگر. به عنوان مشاهدگر ذهن یعنی مشاهدگر افکار احساسها و واکنش های خود در شرایط گوناگون حضور داشته باشید. دست کم به اندازه ای که به شرایط یا شخصی که براتون جالب توجه توجه دارید به واکنش های خود هم توجه نشون بدید. علاوه بر این ببینید که توجه شما چه مدت معطوف به گذشته یا آینده است. اون چیزی رو که مشاهده می کنید تجزیه و تحلیل یا داوری نکنید. به فکر نگاه کنید. احساس رو حس کنید. و واکنش رو تماشا کنید. از اونها برای خود مسئله شخصی نسازید. اون وقت چیزی بسیار نیرومندتر از تمامی مشاهده هاتون حس خواهید کرد. یعنی حضور خود مشاهدگر ساکن در ورای محتویات ذهنی. همون مشاهدگر خاموش. در شرایطی که واکنش و عواطف شدید شما برانگیخته میشن، مثلا در زمانهایی که تصور ذهنی شما از خود در معرض خطر قرار میگیره یا چالشی در زندگی شما پدید میاد که موجب ترس میشه یا بدبیاری های پیاپی پیش میان یا پیچیدگی های احساسی گذشته مطرح میشن در این شرایط نیاز به حضور متمرکز دارید در چنین لحظاتی تمایل شما به اینه که ناآگاه بشید یعنی واکنش یا احساس بر شما غلبه میکنید و شما اون واکنش یا احساس میشید شما بازی در میاری توجیه میکنید مقصر میشمرید حمله میکنید دفاع میکنید فقط بدونید که این شما نیستید بلکه الگوی واکنشی شماست و ذهن در حالت عادتی تلاش برای بقا قرار گرفته یکی دانستن خود با ذهن انرژی بیشتری به اون میده مشاهده ی ذهن انرژی رو از اون پس میکشه. یکی شناختن خود بازه زمان بیشتری ایجاد میکنه. مشاهده ذهن بود بی زمانی رو میگشاید. انرژی پس کشیده شده از ذهن به حضور تبدیل میشه. وقتی که معنای حضور داشتن رو حس کنید برای شما ساده تر میشه که هر وقتی که برای اهداف عملی نیاز به زمان ندارید انتخاب کنید که از بود زمان خارج بشید. و به لحظه حال فرو برید. این حرکت به توانایی شما در بکارگیری زمان یعنی گذشته یا آینده برای موارد عملی لطمه نمیزنه. به توانایی شما در بکارگیری ذهن هم خدشه وارد نمی کنه بلکه در واقع اونو تقویت میکنه. هنگامی که در این حالت ذهن خود را به کار بگیرید متمرکزتر و هوشیارتر خواهید بود توجه اصلی افراد روشنبین همواره بر لحظه حال متمرکزه. اما اونها در حاشیه نسبت به زمان هم هوشیار هستند. به عبارت دیگه اونها به استفاده از زمان ساعتی ادامه میدن. اما از زمان روانی رها هستن. رها کردن زمان روانی یاد بگیرید که زمان را در جنبه های عملی زندگی به کار بگیرید. این را زمان ساعتی میخوانید اما پس از رسیدگی به امور عملی بیدرنگ به آگاهی لحظه حاضر بازگردید. به این ترتیب زمان روانی یعنی یکی دانستن خود با گذشته و فرافکنی مداوم و ناخواسته به آینده بر هم انباشته نمیشه. وقتی که هدفی رو برای خود تعیین می و در راه رسیدن به اون می از زمان ساعتی بهره می در این وضعیت علاوه بر اینکه به مقصد خود آگاه هستید، به گامی که در این لحظه برمیدارید احترام می‌گذارید و بیشترین توجه خود رو به اون معطوف می‌کنید. اما اگه به هر دلیلی از جمله دستیابی به شادمانی، خوشنودی خاطر یا احساس کاملتری از خود بیش از اندازه بر هدف متمرکز بشید، دیگه حال گرامی شمرده نمیشه. در این حالت حال صرفاً به یک سکوی پرتاب به آینده مبدل میشه که به خودی خود هیچ ارزشی نداره. آنگاه زمان ساعتی به زمان روانی تبدیل میشه. از اون پس سفر زندگی یک ماجرا نیست بلکه نیاز مفرتی برای رسیدن دستیابی و موفق شدن. شما دیگه گلهای اطراف رو نمیبینید و اونا رو بو نمیکنید. و نسبت به زیبایی و اعجاز زندگی آگاه نخواهید بود. زیبایی و اعجاز زندگی که با حضور در حال که اطراف شما شکفته میشه. آیا همواره در تلاش هستید تا به جای غیر از اون جایی که هستید برسید؟ آیا بیشتر کارهای شما فقط وسیله در راه مقصود؟ آیا خوشنودی خاطر همیشه دو سه قدم اون طرف تر. یا محدود به لذت کوتاهی نظیر رابطه جنسی، غذا، مشروب، مواد مخدر و هیجان های گوناگونه. آیا همواره متمرکز هستید بر شدن، رسیدن، دستیابی یا دویدن از پی هیجان و لذتی تازه؟ آیا معتقد هستیم که با به دست آوردن چیزهای بیشتر، راضیتر، بهتر و از نظر روانی کاملتر میشید؟ آیا به انتظار یک زن یا مرد نشسته ای تا به زندگی شما معنا ببخشه؟ در حالت عادی خود رو با ذهن یکی انگاشتن که در واقع حالت ناآگاهیه توان و نیروی خلاق نامحدودی که در لحظه حال نهفته به کلی توسط زمان روانی پوشیده میشه در این حالت زندگی شما شور و شوق تازگی و حس شگفتی خود را از دست میده. الگوهای قدیمی افکار، عواطف، رفتار، واکنش و آرزو پیوسته تکرار میشن. فیلم نامه در ذهن جریان پیدا میکنه که به نوعی به شما هویت میبخشه. اما حقیقت لحظه حال رو مخدوش میکنه و میپوشونه. آنگاه ذهن خود رو مجذوب آینده میکنه تا بتونه از اکنون ناخوشایند فرار کنه. اون چیزی که به عنوان آینده درک میکنید یک بخش درونی و جدای ناپذیر از آگاهی کنونی شماست. اگر ذهن شما بار سنگین گذشته رو با خود حمل کنه باز هم همون وضعیت پیشین رو تجربه خواهید کرد. گذشته از طریق نبود لحظه حاضره که خود رو زنده نگه میداره. کیفیت آگاهی شما در این لحظه آینده شما رو شکل میده که طبیعتا فقط به صورت لحظه حال قابل تجربه است. کیفیت آگاهی شما در این لحظه تعیین کننده آینده شماست. اما چه موردی کیفیت آگاهیتون رو معین میکنه؟ میزان حضور شما پس تنها مکانی که امکان دگرگونی حقیقی وجود داره و گذشته رو میتوان در اون محو کرد لحظه حاله. شاید براتون درک این مهم که زمان علت درد و رنج و مشکلات شماست دشوار باشه. شاید معتقدید که مشکلات شما از شرایط خاص زندگیتون ناشی میشن. از دیدگاه متداول حق با شماست. اما تا وقتی که به نارسایی بنیادین ذهن که همون مسئله سازی یعنی دلبستگی ذهن به گذشته و آینده و ترد لحظه حال می باشه رسیدگی نکنید تنها اتفاقی که میفته اینه که مشکلی جای خود رو به مشکل دیگه میده. اگه به فرض تمام مسائل یا اون چیزی که به نظر شما دلایل ناراحتیاتونه همین امروز به طرز موجزاس کنار برن اما حضور شما در لحظه حال افزایش پیدا نکنه و هوشیارتر نشید خواهید دید که خیلی زود مشکلات و علتهای دیگهی برای درد و رنج پیدا خواهید کرد که درست مثل سایه شما را همه جا تعقیب می در نهایت فقط یک مسئله است که وجود داره. یعنی ذهن مقید به زمان. هیچ نوع رهایی در زمان وجود نداره. شما نمیتونید در آینده رها بشید. کلید رهایی حضور در لحظه حاله. فقط میتونید در لحظه حاضر رها باشید. یافتن زندگی واقعی در ورای وضعیت زندگی اون چیزی که زندگی میخوانید باید به بیان دقیقتر وضعیت زندگی خوانده بشه و در واقع یک زمان روانی گذشته و آینده است در گذشته برخی موارد مطابق میل شما پیش نرفتن و در نتیجه هنوز در برابر رویدادهای پیشین مقاومت میکنید و اون چیزی رو که هست نمیپذیرید امید شما رو پیش میبره اما امید شما رو بر آینده متمرکز نگه میداره و این تمرکز مداوم به ترد لحظه حال و در نتیجه ناخشنودی شما تداوم میبخشه برای مدتی وضعیت زندگی خود رو فراموش کنید و به زندگی خود توجه کنید وضعیت زندگی شما در زمانی که شکل میگیره اما زندگی شما در لحظه حال که جریان داره وضعیت زندگی شما از جنس ذهنی اما زندگی شما حقیقیه راه باریکی رو که به زندگی منتهی میشه پیدا کنید شاید وضعیت زندگی شما سراسر مشکلات باشه مثل بیشتر زندگی ها اما ببینید آیا در این لحظه در همین لحظه ها مشکلی دارید؟ منظور من فردا یا ده دقیقه دیگه نیست. منظورم همین الانه، همین اکنون. آیا اکنون مشکلی داری؟ هنگامی که لبریز از مشکلات هستید، جایی برای ورود هیچ چیز جدید وجود نداره و راه حل نمیتونه وارد بشه. پس هرگاه میتونید جایی باز کنید و فضایی ایجاد کنید تا بتونید زندگی ورای وضعیت زندگی خود رو بیابید. حواس خود رو به طور کامل به کار بگیرید. همون جایی که هستید باش. به اطراف نگاه کنید. فقط نگاه کنید. تعبیر و تفسیر نکنید. نور، شکلها، رنگها و بافتها رو ببینید. نسبت به حضور بی صدای یکایک چیزها هوشیار باشید. نسبت به فضایی که امکان وجود چیزها رو فراهم میاره با باشید. به صداها گوش بدید. اونا رو داوری نکنید. به سکوت پشت صداها گوش بدید. چیزی رو لمس کنید. هر چیزی رو و بودن اونجا رو پذیرا باشید. زرباهنگ تنفس خود رو ملاحظه کنید. هوای دم و بازدم رو حس کنید. انرژی حیات رو در درون خود حس کنید. اجازه بدید همه چیز در درون و بیرون باشه. بودن همه چیز رو بپذیرید. عمیق تر به جرفای حال فرو برید. به این ترتیب شما دنیای مرگاور پندارهای ذهنی وابسته به زمان رو پشت سر میگذارید. شما از ذهن دیوانه که انرژی حیاتتون رو میبلعه و آهسته آهسته سیاره زمین رو مسموم و نابود میکنه رها میشی. شما از رویای زمان بیدار میشی و به لحظه حاضر گام مینهی. همه مشکلات توهمات ذهن هستند. بر حال متمرکز بشید و به من بگید در همین لحظه چه مشکلی داری؟ پاسخی نمیشنوم چون امکان نداره در حالی که توجه شما به طور کامل بر لحظه حال مشکلی داشته باشه. باید یا وضعیت موجود رو پذیرفت و یا به اون رسیدگی کرد. چرا اون رو به مشکل تبدیل کنیم؟ اما ذهن ناآگاهانه عاشق مشکلاته چون مسائل به گونه ای به شما هویت میدن. این وضعیتی متعارف و در عین حال احمقانه است وجود مشکل به این معنیه که شما در ذهن خود درباره وضعیتی فکر کنید بدون اینکه به راستی بخواهید یا این امکان وجود داشته باشه که در این باره کاری انجام بدید در نتیجه به طور ناخداگاه اون وضعیت رو به صورت جزی از خود درمیارید. شما چنان تحت تاثیر وضعیت زندگی خود قرار می گیرید که حس زندگی حس بودن رو از دست میدید یا به جای اینکه توجه خود رو به اون کاری که اکنون میتونید انجام بدین معطوف کنید دیوانوار بار صدها کاری رو که شاید باید در آینده انجام بدید با خود حمل میکنید انگامی که مشکل ایجاد میکنید درد به وجود میارید فقط به یک انتخاب ساده نیازه این تصمیم ساده که دیگه در هیچ شرایطی برای خودم درد و رنج ایجاد نمی کنم. دیگه مسئله نمی سازم. این انتخاب در عین سادگی بسیار فراتیه. تا وقتی که به راستی از درد و رنج خسته نشده باشید و جونتون به لبتون نرسیده باشه این شیوه انتخاب نمی کنه. و امکان نداره بتونید اون را عملی کنید مگر که به نیروی حال دست پیدا کنید. هنگامی که برای خود درد و رنج ایجاد نمی کنید برای سایرین نیز درد و رنج به وجود نمی از آن پس سیاره زیبای زمین فضای درون خود و روان جمعی بشر رو با مسئله سازی منفی آلوده نمی کنید. چنانچه شرایطی پیش بیاد که مجبور بشید در حال حاضر با اون روبرو بشید هر اقدامی که از آگاهی همین لحظه ناشی بشه روشن و قاطع خواهد بود و در زم احتمال موثر بودن اون هم بیشتره. چنین اقدامی واکنشی و ناشی از شرایط پیشین ذهن شما نیست بلکه پاسخی باطنی و مناسب با شرایط خاص مورد نظر می باشد. خواهید دید در مواردی که پیشتر ذهن مقید به زمان واکنش نشون میداد هیچ کاری نکردن و صرفا متمرکز بودن بر لحظه حال موثرتره. تره. نشاط وجود برای اینکه متوجه بشید آیا مغلوب زمان روانی شده اید یا نه میتونید معیار ساده ای رو به کار بگیرید از خود بپرسید آیا در کاری که دارم انجام میدم نشاط آسودگی و سبکی وجود داره اگه وجود نداره پس زمان لحظه حال رو پوشونده و از زندگی به صورت فشار و تقلاعی که داره درک میشه. چنانچه در کاری که انجام میدیم، نشاد، آسودگی و سباکی وجود نداره، لزومی نداره کار خود رو تغییر بدید. شاید تغییر چگونگی کافی باشه. همواره چگونه مهمتر از چه هست. ببینید آیا میتونید به کار خود بیش از نتیجه حاصل از اون توجه کنید. توجه کامل خود را بر آن چیزی که این لحظه فراهم آورده معطوف کنید به این ترتیب پذیرای کامل اون چیزی که هست هم میشه چون نمیتونید توجه کامل خود رو به چیزی بدید که اون رو ترد میکنید. همین که لحظه حاضر رو محترم بشمارید تمامی ناراحتی ها و تقلاها محو میشن و زندگی با نشاط و آسودگی جریان پیدا میکنه هنگامی که بر مبنای هوشیاری لحظه حاضر عمل کنید هر چیزی که انجام میدید حتی اگر ساده ترین کارها باشه سرشار از محتوا توجه و مهر خواهد بود نگران حاصل کارتون نباشید فقط بر خود کار متمرکز باشه، نتیجه به خودی خود خواهد اومد این یک تمرین نیرومند معنویه هنگامی که تلاش بی اختیار برای دور شدن از لحظه حال متوقف بشه شادی وجود در هر کاری که انجام میدید جریان پیدا میکنه لحظه که توجه شما به اکنون به لحظه حال معطوف بشه حضور آرامش و سکون رو تجربه میکنی دیگه برای خوشنودی به آینده متکی نیستید و برای رهایی به اون چشم نمیدوزید به این ترتیب به نتایج دلبسته نمیشید نه پیروزی و نه شکست نمیتونند حالت درونی وجود شما رو دگرگون کنند. شما زندگی ورای وضعیت زندگی خود رو یافته اید. در نبود زمان روانی خود شما از وجود سرچشمه میگیره نه از گذشته شما. در نتیجه این نیاز که شخص دیگه غیر از اون کسی که در واقع هستید باشید از این میره. در جهان در سطح وضعیت زندگیتون میتونید ثروتمند مطلع موفق و رها از این اون باشید اما در بود عمیقتر وجود یک پارچه و کامل شده اید وضعیت آگاهی بی زمان. هنگامی که یکایک که یک سلول های بدن شما چنان حاضر هستند که از حیات و زندگی مرتعش شدند و زمانی که هر لحظه اون زندگی رو به صورت شادی وجود حس کنید آنگاه می توان گفت که از زمان رها شده رها بودن از زمان به مفهوم رها بودن از نیاز روانی به گذشته برای هویت و آینده برای خوشنودی خاطره این وضعیت نشانگر والاترین دگرگونی قابل تصور برای آگاهیه. پس از اون که چند دیدار کوتاه با حالت بیزمانی آگاهی داشتید در بین ابعاد زمان و حضور رفت آمد خواهید کرد. ابتدا متوجه میشید که توجه شما در واقع چقدر کم به لحظه حال معطوفه. اما دانستن این نکته که حضور ندارید خود موفقیت بزرگیه. این دانستن همون حضوره. حتی اگه در آغاز فقط یکی دو ثانیه طول بکشه و دوباره ناپدید بشه. سپس هرچه بیشتر انتخاب کنید که آگاهی خود رو بر لحظه حاضر متمرکز کنید. نه بر گذشته یا آینده. هرگاه متوجه بشید که حال رو از دست دادید، میتونید نه فقط یکی دو ثانیه بلکه از دیدگاه زمان ساعتی بیرونی برای مدت طولانی تری در اون بمونید. بنابراین پیش از اون که در حالت حضور پایدار بشید یعنی پیش از اون که به طور کامل آگاه بشید برای مدتی بین آگاهی یا ناآگاهی بین وضعیت حضور و وضعیت خود رو با ذهن یکی دونستن در نوسان خواهید بود. بارها و بارها حال رو از دست میدید و به اون بر میگردید تا اینکه عاقبت حضور وضعیت اصلی شما بشه. فصل چهارم زدودن ناآگاهی مهمه در شرایط عادی که امور زندگی نسبتا به آرومی میگذره آگاهی بیشتری رو به زندگی خود وارد کنید به این ترتیب نیروی حضور در شما رشد میکنه و میدان انرژی با فرکانس بالا در شما و پیرامونتون پدید میاد هیچ ناآگاهی گرایی، ناسازگاری یا خشونتی نمیتونه به اون میدون وارد بشه و دوون بیاره. همانگونه که تاریکی نمیتونه در حضور نور باقی بمونه. پس از اون که آموختید شاهد افکار و احساس خود باشید که این بخش مهمی از حضور داشتنه پس از آموختن این مسئله نخستین بار متوجه زمینه ایستایی ناآگاهی معمولی میشید. از اینکه میبینید فقط گهگاه و حتی شاید هیچگاه با درون خود آسوده نیستید حیرت میکنید در سطح افکار با مقاومت فراوانی به شکل داوری ناخشنودی و فرافکنی های ذهنی برای دور شدن از لحظه حال روبرو میشید در سطح عاطفی جریانی نهفته از ناراحتی فشار دلزدگی و اضطراب را احساس خواهید کرد هر دو اینها ابعاد ذهن در حالت عادتی و مقاومتی اون هستند. نگاه کنید که چگونه در نتیجه داوری های غیر ضروری مقاومت در برابر وضعیت موجود و ترد لحظه حال از راه های گوناگون در خود ایجاد ناخشنودی و تنش میکنه. با تابش نور آگاهی بر هر مورد ناآگاه اون مورد برطرف میشه. همین که بفهمید چطوری ناآگاهی معمولی رو بزدایید نور حضور شما درخشان خواهد شد و رویارویی با ناآگاهی عمیق و رفع اون ساده تر میشه اما در ابتدا شاید تشخیص ناآگاهی عادی چندان ساده نباشه چون بسیار طبیعی به نظر میرسه این عادت رو پرورش بدید که وضعیت ذهنی عاطفی خود رو از طریق مشاهده خود بررسی کنید. پرسش خوبی که جا داره پیوسته از خود بپرسید اینه که آیا در این لحظه آسوده هستم؟ یا میتونید بپرسید در این لحظه در درون من چی میگذره؟ دستکم کم به اون چیزی که در درونتون میگذره به اندازه رویدادهای بیرونی علاقه نشون بدید. اگه درون رو درست کنید بیرون خود به خود درست میشه. حقیقت اصلی در درونه حقیقت فرعی در بیرونه اما فوری به این پرسشها پاسخ ندید توجه خود را به درون معطوف کنید به درون خود نگاهی بیاندازید. ذهن شما در حال ایجاد چه افکاریه چه احساسی دارید توجه خود را به بدن معطوف کنید آیا تنشی در اون وجود داره همین که متوجه ناراحتی کوچیک یا وضعیت ایستایی در ذهن شدید ببینید که چگونه از طریق ترد لحظه حال از زندگی اجتناب در برابر اون مقاومت یا اون رو انکار می کنید. اشخاص به راه های گوناگون ناگاهانه با لحظه حاضر مخالفت می کنند. با تمرین توان مشاهده خود و بررسی وضعیت درونی در شما تقویت میشه. هر کجا هستید به طور کامل اونجا باشید. آیا تحت فشار قرار دارید؟ آیا چنان گرفتار رسیدن به آینده هستید که ارزش حال حاضر در حد وسیله‌ای برای رسیدن به آینده نزد شما کاهش پیدا کرده؟ فشار در نتیجه اینجا بودن و داشتن خواسته برای آنجا یا در اکنون بودن و داشتن خواسته برای آینده ایجاد میشه. این دوگانگی درون شما رو پاره پاره میکنه. آیا توجه فراوانی به گذشته دارید؟ آیا پیوسته چه به شکل مثبت و چه به شکل منفی درباره گذشته فکر و صحبت می کنید؟ مهمی رو که داشته اید، سرگذشت مورد ستم واقع شدنها، رفتارهای بدی که با شما شده و حتی بدیهایی که نسبت به دیگران انجام داده اید جو مرتب تکرار می کنید؟ آیا روند فکری شما موجب ایجاد احساس گناه، غرور، رنجش، پشیمانی یا دلسوزی به حال خود میشه؟ در این صورت نه تنها یک احساس کاذب از خود رو تشدید می کنید بلکه با انباشتن گذشته در روان خیش روند سالخوردگی بدن رو شتاب می دید. با مشاهده افرادی که تمایل شدیدی به چنگ انداختن در گذشته دارند درستی این مطلب رو تحقیق کنید. هر لحظه در برابر گذشته بمیرید. به گذشته نیازی ندارید. فقط در مواردی که گذشته کاملا به لحظه حاضر مربوط میشه به اون رجوع کنید. نیروی این لحظه و کامل بودن وجود رو حس کنید. حضور خود رو احساس کنید. آیا نگران هستید؟ آیا بسیاری از افکار شما در اطراف اگر دور میزنه؟ در این صورت شما خود رو با ذهن یکی میدونید. ذهنی که خود رو به یک وضعیت تخیلی آتی فرافکنی کرده و ایجاد حراس میکنه. امکان نداره بتونید با چنین وضعیتی روبرو بشید چون وجود نداره. این وضعیت یک توهم ذهنیه. فقط با قبول لحظه حال میتونید این دیوانگی رو که دشمن سلامت و زندگی شماست متوقف کنید. به نفس کشیدن خود آگاه بشید. هوایی رو که به درون بدن وارد و از اون خارج میشه احساس کنید. میدان انرژی درونی خود رو حس کنید. تمامی آنچه که باید در زندگی حقیقی نه در فرافکنی های تخیلی ذهن با اون روبرو رو بشید و به اون رسیدگی کنید در همین لحظه است. از خود بپرسید همکنون چه مسئله ای داری؟ نه سال دیگه، نه فردا و نه پنج دقیقه دیگه. در این لحظه چه مشکلی دارید ؟ همیشه میتونید با لحظه حال کنار بیان. اما هیچگاه نمیتونید با آینده به توافق برسید و اجباری هم برای این کار ندارید. پاسخ، توان و اقدام مناسب یا منابع لازم در موقع نیاز نه پیش و نه بعد از اون. در موقع نیاز در اختیار شما قرار خواهند گرفت. آیا شما یک منتظر همیشگی هستید؟ چه مدت از زندگی خود رو به انتظار کشیدن میگذرونید؟ اون چیزی که من انتظار در مقیاس کوچک مینامم انتظار کشیدن در صفحه اداره پست، ترافیک، فرودگاه برای رسیدن کسی یا پایان یافتن کاریه. انتظار در مقیاس بزرگ انتظار برای تعطیلات بعدی شغل بهتر بزرگ شدن بچه ها، یک رابطه پرمعنی موفقیت پولدار شدن مهم شدن یا روشنبین شدن چندان نامتعارف نیست که اشخاص همه عمر رو به انتظار شروع زندگی سپری کنند انتظار یک حالت ذهنیه و در اصل به این معنیه که شما آینده رو میخواید و اکنون رو نمیخواید. اون چیزی رو که دارید نمیخواید و اون چیزی رو که ندارید میخواید. با هر نوع انتظار ناآگاهانه تضادی درونی ایجاد میکنید بین اکنون و اینجا یعنی جایی که نمیخواهید باشید با آینده فرافکنی شده خود یعنی جایی که میخواید باشید. این نگرش باعث میشه حال حاضر رو از دست بدید و کیفیت زندگی شما به شدت کاهش پیدا میکنه. برای نمونه مردم بسیاری منتظر رفاه و ثروت هستند. اما امکان نداره چیزی رو در آینده بیابند. هنگامی که حقیقت حاضر خود رو یعنی همون جایی که هستید، همون کسی که هستید و همون کاری که اکنون دارید انجام میدید رو. محترم میشمرید درک میکنید و به طور کامل میپذیرید هنگامی که اون چیزی رو که دارید به طور کامل پذیرا میشید آنگاه برای اون چیزی که دارید شکرگزار هستید برای آنچه که هست شکرگزار هستید و برای بودن شکرگزار هستید شکرگزاری برای لحظه حاضر و کامل بودن زندگی در همین لحظه رفاه حقیقی امکان نداره رفاه در آینده به دست بیاد با این نگرش رفاه به مرور زمان و از راه های گوناگون در موارد بیرونی هم پدیدار خواهد شد اگر از اونچه که دارید راضی نیستید یا به دلیل نداشتنهای خود در حال حاضر کلافه و خشمگین هستید شاید این حالات روانی انگیزه برای ثروتمند شدن شما بشن اما حتی اگه میلیون ها دلار ثروت کسب کنید باز هم به همین احساس درونی نداشتن ادامه خواهید داد و در اعماق وجود خود ناراضی باقی خواهید موند ممکن تجربیات پرهیجانی که با پول قابل خریداری هستند داشته باشید اما اونها گذرا هستند و همواره در نهایت شما رو با احساس توهی بودن و نیاز به خوشنودی های بیشتر جسمانی و روانی رها می کنه. شما نمیتونید انتظار بودن رو بکشید. پس کامل بودن زندگی رو در همین لحظه احساس کنید که همین به تنهایی رفاه حقیقیه. انتظار کشیدن رو به عنوان حالتی از ذهن کنار بذارید. انگامی که موچ خود رو میگیرید که به حالت انتظار فرو رفته اید از اون خارج و به لحظه حاضر وارد شید فقط باشید و از بودن لذت ببرید اگه حاضر باشید هیچ نیازی نیست که انتظار چیزی رو بکشید پس دفعه بعد اگه کسی به شما گفت معذرت میخوام که منتظرت گذاشتم میتونید در پاسخ بگید اشکالی نداره انتظار نمی کشیدم. فقط اینجا بودم و لذت می بردم. از بودنم لذت می بردم. این انتظار کشیدن ها فقط چند ترفند عادتی ذهن برای ترد لحظه حاضر و بخشی از ناآگاهی متداول هستند. اما چنان با زندگی عادی در هم آمیختند که نادیده گرفتن اونها ساده است. اونها زمینه ایستایی ناخشنودی مداوم را تشکیل میدن. اما هرچه بیشتر مشاهده وضعیت روانی و احساس درونی رو تمرین کنید، ساده تر میتونید تشخیص بدید که آیا در آینده یا گذشته یا به عبارت دیگه در ناآگاهی گرفتار شده اید یا نه. و آنگاه میتونید از رویای زمان بیدار بشید و به لحظه حال گام بگذارید. اما مراقب باشید. خود کاذب با و ناشادمان که بر اساس هویت ذهنی استواره در زمان زندگی میکنه و میدونه که لحظه حاضر به مفهوم مرگ اونه. بنابراین به شدت از اون احساس خطر میکنه و هر کاری که بتونه انجام میده تا شما رو از لحظه حال بیرون بکشه و گرفتار زمان کنه. به نوعی حالت حضور رو میتوان به انتظار تشبیه کرد. اما گونه دیگه ای از انتظار نوعی بردباری که هوشیاری کامل شما رو میطلبه در هر لحظه ممکن رودادی پیش بیاد و اگه به طور کامل بیدار و آرام نباشید اون تجربه رو از دست میدید در حالت حضور تمام توجه شما معطوف به لحظه حاله دیگه میدانی برای خیال پروری فکر کردن یادآوری و حدس زدن باقی نمیمونه هیچ فشار و ترسی وجود نداره و فقط حضور هوشیار باقیه. شما با تمامی وجود و با یکایک یک, یک سلول های بدنتون حضور داری. در اون حالت شمایی که گذشته و آینده داره یا به عبارتی شخصیت شما تقریبا وجود نداره و با این همه هیچ چیز ارزشمندی از دست نرفته. شما هنوز در اصل خودتون هستید. در واقع بیشتر از هر زمانی خودتون هستید یا بهتر بگم فقط در اکنون که شما به راستی خودتون هستید گذشته نمیتواند در حضور شما دوام بیاورد چالش های حال حاضر هر اون چیزی رو که باید درباره گذشته ناآگاه خود بدونید آشکار میکنه کندوکاو گذشته اون رو به حفره بی انتها تبدیل می کنه. شاید فکر کنید برای فهمیدن گذشته یا رها شدن از اون نیاز به فرصت بیشتری دارید یا به عبارت دیگه سرانجام آینده شما رو از گذشته رها خواهد ساخت. این یک تبهمه. فقط اکنونه که میتونه شما را از گذشته آزاد کنه. زمان بیشتر نمیتونه شما را از اسارت زمان رهایی ببخشه. به نیروی حال دست تنها راه حل ممکن همینه نیروی حال چیزی جز نیروی حضور شما یعنی آگاهی رها از شکلهای فکری نیست پس از جایگاه اکنون با گذشته روبرو بشید هرچقدر بیشتر به گذشته توجه کنید به اون انرژی بیشتری میدید و احتمال اینکه از اون یک خود ایجاد کنید بیشتر میشه اشتباه نکنید توجه مهمه اما نه به گذشته به صورت گذشته به اکنون توجه کنید به رفتار واکنش ها حال ها فکر ها احساس ها ترس ها و آرزوهاتون که در حال حاضر آشکار میشن بپردازید اینها گذشته موجود در شما هستند اگر بتونید به اندازه کافی حضور داشته باشید و همه این موارد رو تماشا کنید نه با انتقاد و تجزیه تحلیل بلکه بدون داوری آنگاه با گذشته روبرو میشید و از طریق نیروی حضور خود اون رو میزدایید فصل پنجم زیبایی در سکون حضور میشکفد برای هوشیار شدن نسبت به زیبایی عظمت و تقدس طبیعت نیاز به حضور دارید آیا تا کانون در یک شب صاف به آسمان و بیکرانگی فضا نگاه کرده اید و سکون مطلق و وسعت باور نکردنی اون به حیرت افتاده اید؟ آیا به صدای جویباری که از کوه به جنگل سرازیر میشه گوش داده ای؟ واقعا گوش داده ای؟ یا به صدای یک توکای سیاه به هنگام غروب در یک شب آرام تابستانی؟ برای هوشیار شدن نسبت به این چیزها ذهن باید آروم بگیره. باید لحظه ای بار مسائل گذشته آینده و همه دانش خود را زمین بگذارید. در غیر این صورت نگاه می و نمی بینید. گوش می و نمی شنوید. در این موارد حضور کامل شما ضروریه. در ورای زیبایی اشکال بیرونی چیز دیگه ای وجود داره. چیزی که قابل نامگذاری نیست چیزی وصف ناپذیر یک مفهوم عمیق درونی و مقدس زیبایی هر زمان و هر کجا وجود داره این ویژگی به طریق خود رو ظاهر میکنه اما فقط هنگامی برای شما آشکار میشه که حضور داشته باشید آیا ممکنه این جوهر بینام با حضور شما یکی باشه؟ آیا بدون حضور شما اون جوهر وجود می داشت؟ عمیقا در این باره دیشید و خود پاسخ رو بیابید. درک آگاهی نا هنگام مشاهده ذهن آگاهی خود رو از تصاویر ذهنی پس می کشید. در این حالت آگاهی رو ناظر یا شاهد می نامید. به تدریج ناظر یعنی آگاهی ناب در ورای شکل نیرومندتر میشه و صورتهای ظاهری ذهنی ضعیفتر میشن. هنگامی که درباره تماشا کردن ذهن سخن میگیم رویدادی رو شخصی میسازیم که در اصل جایگاهی کیهانی داره. آگاهی از طریق شما از این خیال باطل که خود رو با صورت ظاهر یکی بدونه رها میشه و از شکل کناره میگیره. حضور داشتن در زندگی روزمره به شما یاری میکنه تا عمیقا در خود استوار بشید. در غیر این صورت ذهن که قدرت و جنبش فراوونی داره شما رو همچون یک رودخانه خروشان به دنبال خود میکشونه. حضور داشتن به این معنیه که به طور کامل در بدن خود جای بگیری. همواره بخشی از توجه خود رو به میدان انرژی درون بدن معطوف کنید. یا به عبارت دیگه بدن رو از درون حس کنید. آگاهی به بدن شما رو به حال پیوند میده. جسم قابل دیدن و لمس کردن نمیتونه شما رو به حضور و وجود ببره. بدن قابل لمس و مشاهده فقط پوسته بیرونی و یک درک محدود و مخدوش از حقیقتی عمیقتره. در حالت طبیعی وصل با وجود این حقیقت عمیقتر رو می توان هر لحظه به صورت بدن درونی نامرئی و حضور زنده و پرشور درون احساس کرد. پس سکنا گزیدن یا جای گرفتن در بدن به معنای حس کردن جسم از درونه. حس کردن زندگی و حیات جاری در بدن و در نتیجه درک این مهم که شما در ورای شکل ظاهری هستید. تا زمانی که ذهن شما همه توجهتون رو میگیره با وجود ارتباطی نداری. در این هنگام که برای بیشتر افراد هموار است شما در بدن خود نیستی. ذهن همه آگاهی شما رو جذب و اون رو تبدیل به مواد ذهنی میکنه و شما نمیتونید دست از فکر کردن بکشید. برای آگاه شدن به وجود باید آگاهی رو از ذهن پس بگیرید. این یکی از مهمترین کارهای شما در سفر معنویتونه. به این ترتیب مقادیر بسیار زیادی از آگاهی که بیشتر گرفتار فکر کردنهای بیفایده و غیر ارادی میشد آزاد میشه. یکی از شیوه های بسیار موثر اینه که به سادگی مرکز توجه خود را از فکر کردن پس بکشید و به بدن منتقل کنید. به جایی که بیدرنگ می تونید وجود رو به صورت میدان انرژی نامرئی و جان بخش آن چیزی که جسم می احساس کنید. اتصال با بدن درون. خواهش میکنم همین الان آزمایش کنیم. شاید اگه چشمانتون رو ببندین این تمرین براتون ساده تر بشه. بعدها وقتی که در بدن بودن براتون طبیعی و ساده شد بستن چشم ها لازم نیست. توجه خود رو به درون بدن معطوف کنید. بدن رو از درون احساس کنید. آیا زنده است؟ آیا در دستان، بازوان، پاها، رانها، شکم و سینه شما زندگی و حیات جریان داره. آیا میتونید میدان انرژی ظریفی که سراسر بدن رو فرا گرفته و یکایی یک که سلول ها و اعضای بدن رو با نیروی زندگی متعش میکنه احساس کنید؟ آیا میتونید اون رو در همه اعضای بدنتون همزمان و به صورت یک میدان انرژی احساس کنید؟ چند لحظه بر حس کردن بدن درونی خود متمرکز بشید. در این باره فکر نکنید. اون رو احساس کنید. هرچقدر بیشتر به اون توجه کنید، احساس شما واضح تر و قوی تر میشه. احساس می کنید یکایی یک که سلول هاتون زنده تر میشن. و اگه تصویر پردازی شما قوی باشه، شاید تصویری نورانی از بدن در ذهنتون مجسم بشه. هرچند چنین تصویری میتونه در کوتاه مدت مفید باشه اما توجه خود رو بیشتر به احساس کردن معطوف کنید تا به تصاویری که پدیدار میشن هر تصویری هر اندازه زیبا یا نیرومند به هر حال در چارچوب شکل تعریف شده و در نتیجه امکان نفوذ عمیق رو محدود میکنه عمیق‌تر فرو رفتن به درون بدن برای اینکه عمیقتر به درون بدن فرو برید مراقبه زیر را تمرین کنید انجام دادن این تمرین به مدت 10 تا 15 دقیقه در روز کافی به نظر میرسه. ابتدا توجه کنید که عوامل بیرونی نظیر تلفن یا افراد مزاحم شما نشه. روی یک صندلی بشینید اما به عقب تکیه ندید. ستون مهره ها رو صاف نگه دارید. این کار باعث میشه هوشیار بمونید. با این همه اگه شیوه دیگه ای رو برای نشستن در مراقب ترجیح میدی همان گونه بشین. توجه کنید که بدن آسوده و وانهاده باشه. چشماتون ببندید و چند نفس عمیق بکشید. تنفس رو با شکم خود احساس کنید. ببینید که چگونه با هر دم و بازدم شکم شما اندکی منبسط و منقبض میشه. سپس نسبت به کل میدان انرژی درون بدن خوشیار بشی. درباره اون فکر اون اونو احساس کنید. با این کار آگاهی رو از ذهن پس میگیری. اگر تجسم نور رو که شرح دادم به نظرتون مفید میاد، اون شیوه رو استفاده کنید. پس از اون که بدن درونی رو به روشنی به صورت یک میدان انرژی دیدید اگه میتونید تجسم رو رها کنید و فقط بر احساس متمرکز بشید اگه میتونید هر تصویر ذهنی رو که از بدن دارید هم کنار بذارید در این حالت تنها چیزی که باقی میمونه احساس حضور فراگیر یا بودنه احساس میکنید بدن درونی بی حد و مرزه. آنگاه توجه خود رو امیختر بر اون احساس متمرکز کنید و با اون یکی بشید. به میدان انرژی ملحق بشید تا دوگانگی شاهد و مشهود یعنی شما و بدن از بین بره. اکنون تمایز بین درون و بیرون هم از بین میره. و در نتیجه دیگه بدن درونی باقی نمیمونه. در حقیقت شما با فرو رفتن عمیق به درون بدن به ورای بدن رفته اید. تا هنگامی که احساس راحتی می کنید در قلم روی وجود ناب بمونید. سپس دوباره نسبت به جسم، تنفس و حواس مادی خود آگاه بشید و چشماتون رو باز کنید. چند دقیقه به شیوه مراقبه یعنی بدون نامگذاری ذهنی به پیرامون خود نگاه کنید و در این حال به حس کردن بدن درونی خود ادامه بدید. دستیابی به قلم روی بدون شکل به راستی آزادی بخشه. و شما رو از اسارت شکل و شناسایی با شکل رها میکنه. میتونیم اون رو کانون نهانی، منشأ ناپیدای همه چیز یا وجود درون همه موجودات بخونیم. اونجا قلم روی آرامش و سکون عمیق و در عین حال نشاط و زندگی پرشوره. هرگاه حضور داشته باشید تا حدودی نسبت به نور یعنی آگاهی نابی که از این منشع ناشی میشه هوشیار میشی علاوه بر این درک میکنید که نور از وجود شما جدا نیست و ذات شما رو تشکیل میده انگامی که آگاهی شما به بیرون معطوفه ذهن و جهان پدیدار میشن و هنگامی که به درون معطوفه منشع خود رو درک میکنه و به خانه نزد آن قانون نهانی باز میگرده سپس با بازگشت آگاهی شما به جهان متجلی دوباره هویت ظاهری رو که به طور موقت کنار گذاشته بودید بازپس میگیرید و دارای نام، گذشته، وضعیت زندگی و آینده میشید. اما از یک جنبه بسیار مهم و اصلی شما اون انسان پیشین نیستید. شما به حقیقتی در درون خود نظر انداخته اید که این جهانی نیست هرچند که از جهان و همچنین از شما جدا نیست. اکنون اجازه بدید تمرین معنوی شما این باشه که همچنان که به امور زندگی می پردازید صد درصد توجه خود رو به جهان بیرون و ذهن خود معطوف نکنید. مقداری از توجه رو در درون نگه دارید. حتی هنگامی که به کارهای روزمره مشغول هستید و به مواقعی که در ارتباط با افراد و طبیعت قرار داری بدن درونی رو احساس کنید سکون عمیق درون رو حس کنید این در رو همواره باز نگه دارید کاملا ممکنه در طی زندگی نسبت به کانون نهانی آگاه باشید. شما اون رو به صورت یک آرامش عمیق در حاشیه حس میکنید سکونی که هیچگاه در پی هیچ رویدادی ترکتون نمیکنه. شما پلی بین پیدا و ناپیدا میشی. بین جهان و خدا. این حالت وصل با منشه اما اون رو روشن بینی می در خود استوار باشی. راه حل اینه که پیوسته با بدن درونی خود در ارتباط باشید و همواره اون رو حس کنی. این وضعیت به سرعت زندگی شما را دگرگون و عمیق می هرچقدر آگاهی بیشتری متوجه بدن درونی خود کنید، ارتعاش اون بالاتر میره. مانند چراغی که با چرخاندن سویچ کنترل پرنورتر میشه. در سطح انرژی بالاتر دیگه موارد منفی بر شما تاثیر نمیگذارند و شما وضعیت جدیدی رو به خود جلب میکنید که باز تا ارتعاش بالاتره. اگه توجه خود رو تا حد امکان بر درون بدن متمرکز کنی، در حال استوار میشی در این حالت شما خود رو به جهان بیرونی نمیبازید و خود رو در اختیار ذهن قرار نمیدید. هنوز افکار و احساسات، ترسها و آرزوها تا حدودی وجود دارند اما بر شما چیره نمیشن. خواهش میکنم ببینید توجه شما در همین لحظه کجاست؟ اکنون دارید به این واجه های کتاب گوش میدید. این نقطه ای تمرکز توجه شماست. اما در نسبت به پیرامون خود، افراد و موارد دیگه هاشیهی هم آگاه هستید. علاوه بر این شاید درباره این چیزی که دارید الان میشنوید هم ذهنتون فعال شده و تعابیر ذهنی داشته باشید. اما لزومی نداره این چیزها همه توجه شما رو بگیرن. ببینید آیا میتونید همزمان با بدن داخلی خود هم در ارتباط باشید؟ بخشی از توجه خود رو در درون نگه دارید. اجازه ندید تمامی توجه شما به بیرون جریان پیدا کنه. کل بدن خود رو از درون به صورت یک میدان انرژی احساس کنید. درست مثل اینکه دارید با تمامی بدن خود به این کتاب گوش میدید. در روزها و هفته های آتی مرتب این تمرین رو انجام بدید. همه توجه خود رو به ذهن و جهان بیرون ندید. حتما بر کاری که انجام میدید متمرکز باشید. اما هر وقت تونستین همزمان بدن درونی رو هم احساس کنید. در خود استوار باشید. آنگاه مشاهده کنید که چگونه با این حرکت وضعیت آگاهی و کیفیت کار شما تغییر پیدا میکنه. کنید. میکنم می کنم صرفا گفته های منو تایید یا ترد نکنید. اونو امتحان کنید. تقویت سیستم ایمنی بدن هرگاه احساس می کنید لازم سیستم ایمنی خود را تقویت کنید؟ میتونید این مراقبه نیرومند خوددرمانی رو به کار ببندید. اگه به محض مشاهده نخستین علائم بیماری این تمرین رو انجام بدید، تاثیر اون بیشتره. اما در مورد بیماری هایی که تثبیت شده اند هم میتونه موثر باشه. به شرط آن که با تمرکز زیاد و بارها اون رو انجام بدید. در با این مراقبه اختلال هایی که در نتیجه عواطف منفی در میدان انرژی پدید میان اصلاح میشه. اما این تمرین جایگزین تمرین لحظه به لحظه بودن در بدن نیست. تأثیر این تمرین به تنهایی موقتی خواهد بود. روش انجام دادن اون هم اینطوریه که هنگامی که چند دقیقه کاری ندارید و به ویژه درست پیش از آن که شب به خواب برید و همین که صبح بیدار شدید و پیش از آن که برخیزید بدن خود رو غرق در آگاهی کنید. چشماتون رو ببندید و به پشت دراز بکشید. ابتدا توجه خود رو برای مدتی کوتاه بر اعضای مختلف بدن دستها، پاها، شکم، سینه، سر و غیره متمرکز کنید. انرژی حیات درون اعضا را تا اونجایی که میتونید حس کنید. حدود 15 ثانیه با هر عضو بمونید. آنگاه اجازه بدید چند بار توجه شما همچون موج از پا به سوی سر و از سر به سوی پا بر همه بدن معطوف بشه. یک دقیقه برای این حرکت کافیه. سپس تمامیت بدن درونی خود رو به صورت یک پارچه و یک میدان انرژی احساس کنید. این حس رو چند دقیقه حفظ کنید. در این مدت به شدت حضور داشته باشید. در یکایک سلولهای بدن خود حاضر باشید. از اینکه ذهن گهگاه موفق میشه توجه شما رو به خارج از بدن سوق بده و در افکار گم میشید ناراحت نشید همین که متوجه این عمل شدید فقط توجه خود رو به بدن درونی معطوف کنید استفاده خلاق از ذهن اگه لازم ذهن خود رو برای مورد ویژه‌ای به کار بگیرید از اون در ارتباط با بدن درونی استفاده کنید. فقط زمانی میتونید ذهن خود رو خلاقانه به کار بگیرید که در ضمن هوشیار بودن فکری نداشته باشید و ساده ترین راه دستیابی به این حالت از طریق بدنه. هرگاه به یک پاسخ، راه حل یا اندیشه بدید نیاز دارید لحظه ای از فکر کردن دست بکشید و توجه خود رو بر میدان انرژی درونی خود متمرکز کنید. نسبت به سکون هوشیار بشید. آنگاه هنگامی که فکر کردن رو از سر میگیرید تازه و خلاق خواهید بود. خود رو عادت بدید تا در کارهای فکری هر چند دقیقه یک بار از تفکر دست بکشید و به حالت گوش دادن به درون یا سکون درونی برید. به عبارت دیگه فقط با سر خود فکر نکنید بلکه با تمامی بدن فکر کنید. بگذارید تنفس شما رو به درون بدن ببره. هرگاه در ارتباط قرار گرفتن با بدن درونی براتون دشوار میشه معمولا ساده تره که ابتدا بر دم و بازدم متمرکز بشید. تنفس آگاهانه که به خودی خود مراقبه نیرومنده به تدریج شما رو در تماس با بدن قرار میده. با توجه خود تنفس رو دنبال کنید و ببینید که چگونه هوا به بدن داخل و از اون خارج میشه. نفس بکشید و شکم خود رو احساس کنید که با هر دم و بازدم اندکی منبسط و منقبض میشه. اگر تجسم کردن براتون ساده است، چشماتون رو ببندین و خود رو در احاطه نور یا غرق در ماده درخشان، غرق در اقیانوسی از آگاهی ببینید. آنگاه اون نور رو فرو ببرید. احساس کنید اون ماده درخشان بدن شما رو فرا میگیره و اون رو هم درخشان میکنه. سپس به تدریج هرچه بیشتر بر اون احساس متمرکز بشید. به هیچ تصویری دل بسته نشید. شما اکنون در بدن خود هستید. شما به نیروی حال دست یافته اید. بخش دوم رابطه تمرین معنوی عشق حالتی از وجود است. عشق شما در بیرون نیست. بلکه در اعماق وجود شماست. نه شما میتونید عشق رو از دست بدید و نه عشق میتونه شما رو ترک کنه. عشق به هیچ شخص و شکل ظاهری دیگه وابسته نیست. فصل ششم زدودن بدن درد من بخش بزرگی از درد و رنج انسان ها غیر ضروریه. اما تا زمانی که ذهنی کنترل نشده زندگی فرد رو در اختیار داره توسط خود شخص ایجاد میشه دردی که اکنون به وجود میارید همواره نوعی عدم پذیرش نوعی مقاومت ناآگاه در برابر آنچه که هست مقاومت در سطح افکار شکل داوری به خود میگیره و در سطح عواطف به صورت نوعی احساس منفی ظاهر میشه شدت درد بستگی به میزان مقاومت در برابر لحظه حاضر داره و این خود متکی به اینه که شما تا چه حد خود رو با ذهن یکی میدونید ذهن همواره در پی اینه که حال رو انکار کنه و از اون فرار کنه به عبارت دیگه هرچقدر خود رو بیشتر از طریق ذهن بشناسید بیشتر رنج میبرید یا میشه گفت هرچقدر بیشتر بتونید حال رو بپذیرید و اون رو محترم بشمرید کمتر درد و رنج میکشید و بیشتر از ذهن خود محور رها میشید برخی آموزش های معنوی میگن که در نهایت تمامی دردها توهم هستند و این درسته اما پرسش اینه که آیا این امر برای شما حقیقت داره فقط با داشتن اعتقاد این امر حقیقت پیدا نمیکنه آیا مایل هستید باقی عمر خود را در درد در و رنج بگذرانید و مرتب تکرار کنید که این یک توهمه آیا تکرار این گفته شما را از درد در و رنج رها میکنه اون چیزی که مورد نظر ماست اینه که شما چطوری میتونید به این حقیقت برسید؟ یعنی چطوری میتونید اون رو در واقعیت خود تجربه کنید؟ تا هنگامی که خود رو با ذهن یکی میدونید یعنی مادامی که از نظر معنوی ناآگاه هستی درد اجتناب ناپذیره منظور من در اینجا به طور عمده درد احساسیه که منشای اصلی درد و بیماری های جسمی هم هست ترد، تنفر، آه و ناله، احساس گناه، خشم، افسردگی، حسادت و حتی کوچکترین ناراحتی همگی اشکال گوناگون درد هستند. علاوه بر اینها هر لذت یا هر اوج احساس بصر درد رو در نقطه مقابل جدایی ناپذیری که به مرور زمان آشکار میشه. هم فردی که برای به اوج رفتن یا نشعه شدن مواد مخدر به کار برده باشه میدونه که اون خیز سرانجام به افت منتهی میشه و لذت به شکلی از درد تبدیل میشه علاوه بر این بسیاری از مردم بنابر تجارب شخصی میدونن که امکان داره روابط صمیمانه به صورت از منبع لذت به منشأ درد تبدیل بشن از دیدگاهی بالاتر دو قطب مثبت و منفی دو روی یک سکه هستند و هر یک بخشی از دردی که در آگاهی وضعیت نفسانی یکی بودن با ذهن نهفته درد شما در دو سطحه دردی که اکنون ایجاد می کنید و دردی که از گذشته باقی مونده و هنوز در ذهن و بدن شما زندگی می تا زمانی که نتونید به نیروی حال دست پیدا کنید هر درد عاطفی که تجربه می کنید پس مانده ای از درد رو از خود به جای می که به زندگی با شما ادامه میده. این درد به دردهای مانده از گذشته می پیونده و در ذهن و بدن شما خونه میکنه. روشنه که این مجموعه شامل دردهای دوران کودکی و ناشی از ناآگاهی دنیایی که در اون متولد شدید هم هست. این درد متراکم یک میدان انرژی منفیه که ذهن و بدن شما رو اشغال میکنه. اگر اون رو به صورت یک موجود نامرئی مستقل میبینید تا اندازه زیادی به حقیقت نزدیک شده. این بدن دردمند عاطفیه بدن دردمند در دو حالت به زندگی ادامه میده. غیر فعال و فعال. هرچند ممکنه بدن دردمند در 90 درصد اوقات غیر فعال باشه اما امکان داره در شخصی که عمیقا غمگینه در 100 درصد اوقات فعال بشه برخی از افراد تقریبا به کلی از طریق بدن دردمند زندگی میکنند و برخی دیگه اون رو فقط در شرایطی ویژه مانند روابط بسیار صمیمانه یا موقعیت هایی در رابطه با ترک کردن یا از دست دادن عزیزی در گذشته آزردگی های عاطفی یا جسمی پیشین و غیره تجربه می کنند. هر عاملی می تونه بدن دردمند رو فعال کنه. به ویژه اگر اون مورد با الگوی درد پیشین شما هماهنگ باشه. هنگامی که بدن دردمند آماده است تا از حالت غیرفعال خود خارج بشه، حتی فکر یا سخن بیغرز یکی از نزدیکان اون رو فعال میکنه. پایان دادن به یکی دانستن خود با بدن دردمند بدن دردمند نمیخواد شما اون رو به طور مستقیم مشاهده کنید و ماهیتش رو دریابید همین که به بدن دردمند نگاه کنید میدان انرژی اون رو در خود احساس کنید و توجه خود رو به اون معطوف کنید روند یکی دانستن پایان پیدا میکنه اینک بود بالاتری از آگاهی وارد میشه که من اون رو حضور می نامن. شما اکنون شاهد یا ناظر بدن دردمند هستی. این به اون مفهومه که بدن دردمند دیگه نمی تونه با تظاهر به شما بودن از شما بهره برداری و از طریق شما نیروی خود را تعمین کنه. در این صورت درونی ترین نیروی خود رو باز می آبید. برخی بدنهای دردمند، ناخوشایند، اما نسبتاً بیزرر. و بیشتر شبیه به کودکی هستند که دست از نق زدن نمیکشه. برخی دیگه هیولاهای مخرب و شرور هستند، درست مانند شیطان. برخی به جسم آسیب میرسونن و تعداد بیشتری از نظر عاطفی خطرناک هستند. برخی به افراد پیرامون شما یا نزدیکانتون حمله میکنن و برخی دیگه به شما که میزبان هستید یورش میارن. آنگاه افکار و عواطف شما درباره زندگی به شدت منفی و خود میشه. اغلب بیماری ها و تصادف ها به این طریق ایجاد میشن. حتی برخی از بدن های دردمند میزبان خود را به سوی خودکشی سوق میدن. هنگامی که در برخورد با شخصی که گمان میکردید میشناسید، ناگهان برای نخستین بار با این موجود بیگانه و نامطبور روبرو میشید، حیرت زده میشید. اما مهمتره که او رو در خود مشاهده کنید تا در دیگران متوجه کوچکترین نشانه های ناراحتی به هر شکلی باشید شاید بدن دردمند در آستانه بیدار شدن باشه ناراحتی میتونه به صورت آزردگی، بیحسلگی، سنگینی، میل به آزارسانی، خشم جوش و خروش، افسردگی، نیاز به ماجراجویی در روابط و غیره ظاهر بشه. همین که بدن دردمند از حالت غیر فعال خارج شد اونو دستگیر کنید. بدن دردمند همچون هر موجودی میخواد زنده بمونه و بقای او در حالتی ممکنه که شما ناآگاهانه خود رو با اون یکی بدونید. در این حالت بدن دردمند میتونه برخیزه بر شما تسلط پیدا کنه شما بشه و از طریق شما زندگی کنه. بدن دردمند نیاز داره تا از شما تغذیه کنه. همه ی تجاربی که با انرژی اون هماهنگ باشن، هر عاملی که به هر شکلی درد بیشتری تولید کنه، خشم، ویرانگری، نفرت، غم، ماجراهای عاطفی، خشونت یا بیماری این بدن رو تقویت میکنه. بنابراین هنگامی که بدن دردمند شما رو تسخیر کنه، شرایطی رو در زندگی براتون پدید میاره که باز تا به ارتعاش انرژی خود اونه تا بتونه از اون تغذیه کنه درد فقط میتونه از درد تغذیه بشه درد نمیتونه شادی رو فرو ببره چون براش غیر قابل حزمه. بعد از اینکه بدن دردمند بر شما غلبه کرد شما خواهان درد و رنج بیشتری میشید شما مظلوم یا مقصر میشید این میل در شما پیدا میشه که درد ایجاد کنید درد بکشید یا هر دو در واقع تفاوت چندانی بین این دو وضعیت نیست البته شما نسبت به این امر آگاه نیستید و با جوش و خروش ادعا می کنید که طالب درد نمی باشید اما به دقت نگاه کنید و ببینید که افکار و اعمال شما چنان طراحی شدند که به درد خود و دیگران تداوم ببخشند اگه به راستی نسبت به این وضعیت آگاه بشید، این الگو از بین میره چون درد بیشتر خواستن دیوانگیه و هیچ کس آگاهانه دیوانه نیست بدن دردمند که سایه تاریک نفسه در واقع از نور آگاهی شما میترسه اون از این ترس داره که کشف بشه بقای او به دو مورد بستگی داره یکی ناآگاهانه خود رو با او یکی دانستن و دیگر ترس ناآگاهانه شما از رویارویی با دردی که در درونتون زندگی میکنه اما اگه با اون روبرو رو نشید اگه نور آگاهی رو بر درد نتابونید مجبور میشید تا بارها و بارها اون رو تجربه کنید شاید بدن دردمند به صورت قولی خطرناک به نظر برسه که توان نگریستن به اون رو نداری اما قول میدم که فقط یک شبه خیالی و ضعیفه که نمیتونه نیروی حضور شما رو تا بیاره هنگامی که شما شاهد میشید و شروع به جدا کردن خود از بدن دردمند میکنید بدن دردمند برای مدتی به عمل کردن خود ادامه میده و سعی میکنه باز هم شما رو فریب بده تا خود رو با او یکی بدونید. هرچند دیگه از طریق یکی دانستن خود با بدن دردمند بهش انرژی نمیدین اما اون مقداری نیروی ذخیره داره مثل یک فرفره که تا مدتی خود به خود میچرخه. امکان داره در این مرحله در بخشهای مختلف بدن درد و ناراحتی به وجود بیاد اما دوامی نخواهد داشت. حاضر بمانید. آگاه بمانید. و نگهبان همواره هوشیار آرامش درونی خود باشید. باید به اندازه حاضر باشید که بتونید به بدن دردمند رو در رو نگاه کنید و انرژی اون رو احساس کنید. اون وقت اون نمیتونه افکار شما رو در اختیار بگیره. همین که افکار شما با میدان انرژی بدن دردمند هماهنگ بشن دوباره خود رو با او یکی میدونید و با افکار خود اونو تغذیه می کنید. برای نمونه اگه ارتعاش قالب بدن دردمند خشم باشه و شما افکاری خشمین داشته باشید و درباره رفتاری که دیگران با شما داشتند و آنچه که شما می خواهید در مقابل انجام بدید فکر کنید در این حالت ناآگاه شده اید و بدن دردمند شما شده هرگاه خشمی موجود باشه همواره دردی پشت اون نهفته. هنگامی که حال سنگینی بر شما غلبه میکنه، افکارتون منفی میشه و فکر میکنید چه زندگی ناخوشایندی دارید. افکارتون در این حالت با بدن دردمند هم ردیف شدند و شما ناآگاه شده اید. در این حالت هم در برابر حمله بدن دردمند آسیب پذیر خواهید بود. من در اینجا واژه ناآگاه رو به این مفهوم به کار میبرم که شخص خود رو با یک الگوی ذهنی یا عاطفی یکی بدونه این وضعیت به معنای نبود حضور شاهده تبدیل درد و رنج به آگاهی توجه آگاهانه مداوم رابطه بین بدن دردمند و جریان فکری شما رو گسسته و روند تبدیل رو آغاز میکنه. گویی در و رنج سوخت شعله آگاهی شما میشن و در نتیجه آگاهیتون درخشانتر میشه. این معنای محرمانه هنر باستانی کیمیاگریه یعنی تبدیل فلز کم ارزش به طلا، تبدیل درد و رنج به آگاهی. با این کیمیاگری شکافهای درون درمان میشن. و شما دوباره یک پارچه میشین. اون وقت مسئولیت شما این خواهد بود که در و رنج بیشتری نیافرینید. توجه خود رو بر احساس درون متمرکز کنید. بدن دردمند رو شناسایی کنید و بپذیرید که وجود داره. در این باره فکر نکنید. اجازه ندید احساس به فکر تبدیل بشه. داوری و تجزیه تحلیل نکنید. خود رو با اون یکی ندونید. حضور داشته باشید و به مشاهده آنچه در درون شما میگذره ادامه بدید. نه تنها نسبت به درد و عاطفی هوشیار بشید بلکه به مشاهده گر به ناظر خاموش هم آگاه باشید. این نیروی حال، نیروی حضور آگاه شماست. آنگاه ببینید چه می شود. نفس خود را با بدن دردمند یکی میپندارد. روندی که همکنون شرح دادم با وجود نیرومندی بسیار ساده است. میتوان این روش رو به یک کودک آموزش داد و امیدوارم روزی این یکی از نخستین آموزش های کودکان در مدرسه بشه. آنگاه که معنای حضور داشتن و تماشای جریان های درونی را فهمیدید و اون را از طریق تجربه درک کردید موثرترین وسیله دگرگونی رو در اختیار خواهید داشت. این به این معنی نیست که در برابر جدا کردن هویت خود از درد با مقاومت شدید درونی روبرو رو نخواهید شد. اگه بیشتر عمر خود را در همنشینی با بدن دردمند گذرانده باشید و تمامی یا بخش بیشتری از وجودتون رو به اون پیوند داده باشید با مقاومت بسیار شدیدی روبرو رو خواهید شد. شما از طریق بدن دردمند از خود موجودی غمگین ساخته اید و باور کرده اید که این پندار ذهنی هستید. در این حالت ترس ناآگاهانه از دست دادن هویت موجب مقاومت شدیدی در برابر هر گونه از بین بردن هویت میشه. به عبارت دیگه ترجیح میدید در رنج به سر ببرید یعنی در بدن دردمند باشید تا به درون ناشناخته گام بگذارید و خطر از دست دادن وجود غمگین اما آشنای خود را بپذیرید. مقاومت درونی رو مشاهده کنید. به دلبستگی خود به درد نگاه کنید. بسیار هوشیار باشید. لذت عجیبی رو که از ناخوش بودن میبرید مشاهده کنید. ببینید که چه بی اختیار میل دارید درباره اون فکر کنید یا حرف بزنید. اگه این کار رو آگاهانه انجام بدید مقاومت فرو می ریزه. اون وقت میتونید توجه خود را به درون بدن دردمند ببرید. به عنوان شاهد حضور داشته باشید و در نتیجه تغییر و تبدیل رو آغاز کنید. فقط شما میتونید این کار رو بکنید. هیچ کس دیگه نمیتونه اون رو برای شما انجام بده. اما اگه شانس بیارید و شخص بسیار هوشیاری رو پیدا کنید بتونید با او باشید و حالت حضور رو با او تجربه کنید اون وقت حرکت شما ساده تر و سریعتر خواهد شد به این ترتیب نور شما به سرعت درخشان خواهد گشت اگر هیزومی که تازه شروع به سوختن کرده در کنار هیزومی که به شدت چولوره قرار بگیره و پس از مدتی اون دو از هم جدا بشن هیزم اول با شدت بیشتری خواهد سوخت چون هر دو شعله از یک جنس هستند چنین شعله ای بودن یکی از کارهای آموزگار معنوی است شاید بعضی از روان درمانگران هم بتونن این کار را انجام بدن البته به شرطی که به ورای سطح ذهن رفته باشند و بتونن هنگام کار با شما حالت حضور بسیار آگاهانه رو ایجاد و حفظ کنن نخستین موردی که باید به یاد داشته باشید اینه که تا زمانی که برای خود هویتی از درد درست کرده اید نمیتونید از اون رها بشید تا وقتی که بخشی از احساسی که از وجود خود دارید با درد عاطفی در هم آمیخته است هر گامی که در راه التیام درد بردارید یا ناآگاهانه اون رو به هم میریزید و یا در برابرش مقاومت میکنید چرا؟ ساده است چون مایل هستید خود رو صحیح و سالم نگه دارید و درد یکی از بخشهای اصلی وجود شما شده این جریان ناآگاهانه است و تنها راه قلب بر اون به آگاهی اووردن اونه نیروی حضور شما مشاهده ناگهانی این امر که شما به درد خود وابسته بوده یا هستید میتونه درک بسیار تکان دهنده ای باشه. همین که متوجه این نکته بشید به وابستگی خود پایان داده اید. بدن دردمند تقریبا همچون یک موجود، یک میدان انرژی که به طور موقت در فضای درون شما اقامت داره. بدن دردمند انرژی حیات و زندگی گرفتار شده است. انرژی که دیگه جاری نیست. بی تردید بدن دردمند به دلیل برخی رویدادهای گذشته به وجود اومده. بدن دردمند گذشته زنده در شماست. و اگه خود رو با اون یکی بدونید خود رو با گذشته یکی دانسته اید. خود رو مظلوم شناختن به این معنیه که معتقد هستید گذشته از اکنون نیرومندتره و این خلاف حقیقته. در این صورت در واقع باور دارید که دیگران و رفتار اونها مسئول وضعیت کنونی شما، دردهای عاطفیتون یا ناتوانی شما در اینکه خود حقیقیتون باشید هستند. حقیقت اینه که تنها نیروی موجود در همین لحظه نهفته است و همون نیروی حضور شماست. با دانستن این نکته متوجه میشید که اکنون هیچ کس غیر از شما مسئول فضای درونتون نیست و گذشته نمیتونه بر نیروی لحظه حال پیروز بشه ناآگاهی بدن دردمند رو به وجود میاره و آگاهی اون رو به خود تبدیل میکنه قدیس پول این اصل کیهانی رو به زیبایی بیان داشته و گفته هر چیزی در برابر نور نشون داده میشه و هر چیزی که در برابر نور قرار بگیره خود نور میشه همان گونه که نمیتونید با تاریکی نبرد کنید با بدن دردمند هم نمیتونید بجنگید تلاش در این راه موجب کشمکش های درونی و در نتیجه درد و رنج بیشتر میشه مشاهده بدن دردمند کافیه مشاهده بدن دردمند به مفهوم پذیرش اون با عنوان بخشی از وضعیت موجود در این لحظه است. فصل هفتم از روابط معتادگونه تا روابط روشنبینانه روابط عشق نفرت تا زمانی که به ارتعاش آگاهی حضور دست نیافته اید همه روابط و به ویژه روابط نزدیک شما به شدت ناقص و محکوم به شکست هستند. شاید این روابط برای مدتی بی نقص به نظر بیان. مثل وقتی که عاشق هستی. اما همواره کمال ظاهری این روابط با جر و بحث ها، اختلاف ها، ناخشنودی ها و خشونت های آتفی و حتی جسمی به هم می ریزه. به نظر میرسه اغلب روابط عاشقانه در مدتی کوتاه تبدیل به روابط عشق نفرت میشن. ناگهان عشق تحت تاثیر کوچکترین حرکتی به حمله های وحشیانه احساس تنفر یا پس کشیدن کامل محبت تبدیل میشه. این وضعیتی متعارف به شمار میاد. اگر شما در روابط خود هم عشق و هم متضاد یعنی حمله خشونت عاطفی و غیره رو تجربه میکنید به احتمال زیاد وابستگی نفسانی و چسبیدن معتادگونه رو با عشق اشتباه گرفته ای. نمیشه یار خود رو یک لحظه دوست داشت و لحظه بعد به اون حمله کرد. عشق حقیقی هیچ متضادی نداره. اگر عشق شما متضادی داره پس عشق نیست. بلکه یک نیاز نفسانی شدید به درک عمیقتر و کاملتر از خوده. نیازی که فرد مقابل به طور موقت برآورده میکنه این احساسیه که نفس جایگزین رهایی میکنه و برای مدتی کوتاه تقریبا همون احساس رهایی رو به شخص میده اما وقتی فرا میرسه که یار شما به گونه رفتار میکنه که نیازهاتون یا بهتر بگم نیازهای نفستون رو برآورده نمیکنه در این زمان احساس ترس، درد و کم بود که اجزای جدایی ناپذیر آگاهی نفسانی هستند و توسط رابطه آشکانه پوشیده شده بودند دوباره ظاهر میشه. درست شبیه به هر اعتیادی تا وقتی که ماده مخدر در دسترس نشعه میشه. اما بی تردید زمانی میرسه که تاثیر ماده مخدر از بین میره. وقتی که احساسهای دردناک پدیدار میشن، اونها رو شدیدتر از قبل حس می‌کنی و به علاوه حالا دیگه یار خود رو مسبب به این درد میدونی یعنی شما این عواطف رو فرافکنی کنید و با تمامی بیرحمی و خشونتی که بخش جدایی ناپذیر درد و رنج شماست به شخص مقابل حمله ور میشی امکان داره این حمله بدن دردمنده یار شما رو بیدار کنه و اون هم به حمله شما پاسخ بده در این مرحله هنوز نفس ناآگاهانه امیدواره که حملات یا تلاشایی که در راه کنترل کردن فرد مقابل به کار میبنده به اندازه کافی اونو متنبه کنه تا رفتار خود رو تغییر بده و در نتیجه نفس بتونه از این رابطه به عنوان سرپوشی بر درد و رنج خود استفاده کنه. هر احتیادی ناشی از اینه که فرد از رویارویی با درد و گذر از اون امتنا میکنه. هر اعتیادی با درد آغاز میشه و با درد پایان میگیره به هر ماده ای که معتاد باشید خواه الکل غذا مواد مخدر یا یک فرد شما در عمل از چیزی یا شخصی استفاده میکنید تا درد خود رو بپوشونی برای همینه که پس از گذشت سرخوشی نخستین این همه درد و غم در روابط نزدیک به چشم میخوره روابط مولد درد و غم نیستن بلکه اونا درد و اندوهی رو که در درون شما خونه داره آشکار میکنن هر اعتیادی همین کار رو میکنه هر اعتیادی به مرحله میرسه که دیگه برای شما چاره ساز نیست و اون وقت درد رو بسیار شدیدتر از پیش حس خواهید کرد این یکی از دلایلیه که بیشتر مردم همواره تلاش میکنن تا از لحظه حال فرار کنند و در پی نوعی رهایی در آینده باشند اگه اونها توجه خود رو به لحظه حال معطوف کنند اول از همه با درد خود روبرو میشن و در واقع از همین میترسن ای کاش اونها میدونستند که در لحظه حال دسترسی به نیروی حضور که گذشته و درد همراه اون رو از بین میبره چقدر ساده است در لحظه حال حقیقتی نهفته است که توهم رو میزداید. ای کاش اونها می دونستن چه اندازه به حقیقت خود و به خدا نزدیک هستند. اجتناب از روابط به منظور اجتناب از درد راه حل مناسبی نیست. به هر حال درد وجود داره. سه رابطه ناموفق طی سالها بیشتر میتونه شما رو به بیداری برسونه تا سه سال زندگی در یک جزیره متروک یا گوشه نشینی در اتاق. اما اگر بتونید حضور متمرکز رو به تنهایی خود وارد کنید، تنهایی هم برای شما مفید خواهد بود. از روابط معتادگونه تا روابط روشن چه تنها زندگی کنید، چه شریکی در زندگی داشته باشید، راه حل اینه. حاضر بودن و تقویت خود از طریق توجه هرچه عمیقتر بر لحظه حال. برای شکوفایی عشق باید درخشش حضور در شما به اندازه نیرومند باشه که تحت تسلط فکر کننده یا بدن دردمند قرار نگیرید و اونها رو خود نپندارید. شناخت خود به عنوان وجود برای فکر کننده آرامش و سکون مشته هم همه عشق و شادی پشت درد رهایی رستگاری و روشنبینی رو به همراه داره جدا کردن خود از بدن دردمند به مفهوم اووردن حضور به درون درد و در نتیجه تبدیل درده جدا کردن خود از تفکر به مفهوم اینه که شاهد ساکت افکار و رفتار خود و به ویژه الگوهای تکراری ذهن و نقش هایی که توسط نفس اجرا میشه باشید. اگر توسط خود به ذهن بها ندید بی اختیاری و اجبار در برابر ذهن که در داوری ناخواسته و مقاومت در برابر اون چیزی که هست ریشه داره و باعث تضاد ماجرا و دردهای تازه میشه از بین میره در واقع همین که از طریق پذیرفتن هر آنچه هست داوری متوقف بشه شما از ذهن رها میشه اکنون برای عشق شادی و آرامش جا باز کرده ای. ابتدا دست از داوری خود بکشید سپس دست از داوری شریک زندگیتون بردارید هیچ عاملی به این سرعت رابطه شما را دگرگون نمیکنه که شریکتون را همون گونه که هست به طور کامل بپذیرید و به هیچ رو نخواید او رو داوری کنید یا تغییر بدید این نگرش بیدرنگ شما رو به ورای نفس میبره آنگاه همه بازی های ذهنی و چسبیدن های گونه به پایان میرسن دیگه هیچ ظالم و مظلوم و هیچ مدعی و متهمی وجود نخواهد داشت همچنین به این ترتیب هر نوع وابستگی یعنی کشیده شدن به الگوی ناآگاه شخص دیگه و در نتیجه امکان فراهم آوردن تداوم اون الگو به پایان میرسه. اون وقت یا با مهر و محبت از هم جدا میشید و یا با هم عمیقتر به لحظه حال به وجود فرو میرید. آیا ممکنه به این سادگی باشه؟ بله، به همین سادگیه. عشق حالتی از وجوده. عشق شما در بیرون نیست بلکه در اعماق وجود شماست نه شما میتونید عشق رو از دست بدید و نه عشق میتونه شما رو ترک کنه عشق به هیچ شخص و شکل ظاهری دیگهی وابسته نیست در سکون حضور خود میتونید حقیقت بدون زمان و شکل خود رو به صورت حیات ناپیدایی که محرک شکل جسمانی شماست احساس کنید اون وقت میتونید همین حیات و زندگی رو در اعماق یکایی که انسان‌ها و مخلوقات هم حس کنید. در این حالت به ورای هجاب شکل و جدایی نظر می دازید. این درک یگانگیه. این عشقه. هرچند می توان لحظات کوتاهی به عشق نظر انداخت. اما تا هنگامی که برای همیشه خود رو از ذهن جدا نکرده باشید. به حضور شما اون اندازه متمرکز نباشه که بدن دردمند رو از بین ببره یا دست کم تا زمانی که نتونستید همواره به صورت شاهد حاضر باشید عشق نمیتونه شکوفا بشه اما پس از شکوفا شدن عشق دیگه بدن دردمند نمیتونه بر شما چیره بشه و عشق رو نابود کنه روابط به عنوان تمرین معنوی از اونجایی که انسانها روز به روز خود رو بیشتر با ذهن یکی می انگارند بیشتر روابط ریشه در وجود ندارند و در نتیجه رابطه تبدیل به منشأ درد میشه و در برابر مسائل و تضادها شکست میخوره اگر همونطور که امروزه متداوله روابط الگوی نفسانی ذهن رو تقویت و بدن دردمند رو فعال میکنند پس چرا به جای فرار از این واقعیت اون رو نپذیریم؟ چرا به جای دوری از روابط یا دویدن در پی شریک آرمانی موهوم که قرار مسائل ما رو حل کنه و به ما خوشنودی خاطر بده؟ با شرایط موجود همیاری نکنیم. با درک و پذیرش واقعیت ها تا حدودی از اونها رها میشیم. برای نمونه وقتی که میدونید ناهماهنگی وجود داره این دانستن رو در نظر داشته باشی. اکنون عامل جدیدی توسط شناخت شما پدید اومده و امکان نداره ناهماهنگی تغییر نیافته باقی بمونه. هنگامی که میدونید آرامش ندارید این دانستن فضایی آرام به وجود میاره که ناآرومی شما رو با ملایمت و مهر در بر میگیره. و سپس اون رو به آرامش تبدیل میکنه. شما نمیتونید هیچ کاری در مورد تبدیل و تحول درونی انجام بدید. شما نمیتونید خود رو دگرگون کنید و بیتردید قادر نیستید شریک زندگیتون و هیچ فرد دیگه رو تغییر بدید. تنها کاری که میتونید انجام بدید ایجاد فضا برای دگرگونی و ورود مهر و لطافته. پس هرگاه رابطه شما به خوبی پیش نمیره. هرگاه این رابطه دیوانگی شما و یارتون رو پدیدار میکنه شادمان باشی چون اون چیزی که در ناآگاه پنهان بود اکنون به روشنایی اومده و فرصتی برای رهایی ایجاد شده. هر لحظه نسبت به اون لحظه دانا بوده به ویژه متوجه حالت درونی خود باشید اگه خشم وجود داره بدانید که خشم وجود داره اگر حسادت حالت تدافعی نیاز به جر و بحث و محق بودن کودکی در درون که مهر و توجه میطلبه یا هر نوع درد عاطفی وجود داره هر چه هست حقیقت اون لحظه رو بدونید و اون دانسته رو در نظر داشته باشید. آنگاه رابطه تبدیل به سادانا یا تمرین معنوی شما میشه. سادانا در آین هند به تمرین معنوی مستمر گفته میشه. اگر رفتار ناآگاهانه ای در شریک زندگی خود مشاهده می کنید، اون رو در آغوش پرمهر دانستن بگیرید تا واکنش نشون ندید. ناآگاهی و دانایی نمیتونند مدت طولانی کنار هم باشند. حتی اگه دانستن فقط در شخص مقابل باشه و نه در فردی که داره از سر ناآگاهی عمل میکنه. انرژی نهفته در خشونت و حمله به هیچ وجه نمیتونه حضور عشق رو تحمل کنه. اگه به هر شکلی به ناآگاهی شریک زندگیتون واکنش نشون بدین خود ناآگاه میشید. اما اگه در همون لحظه تلاش کنید که واکنش خود رو بشناسید چیزی از دست نداده ای. روابط در گذشته به هیچ وجه و اندازه امروز مشکلزا و پرتزاد نبودن. شاید متوجه شده باشید که روابط به منظور شاد یا خوشمود کردن شما نیستن. اگه همچنان در روابط به دنبال نجات و خوشبختی باشید بارها و بارها معیوز خواهید شد اما اگه بپذیرید که هدف از رابطه آگاه شدن نشاد شدن اون وقت خود رو با آگاهی والاتری که میخواد در این جهان زاده بشه هماهنگ میکنید. اونهایی که به الگوهای قدیمی چسبیدن دچار درد و رنج خشونت سردرگمی و جنونی بیش از پیش میشن مهم نیست اگه شریک زندگیتون با شما همکاری نمیکنه. شعور یا آگاهی فقط از طریق شما میتونه به دنیا بیاد. لازم نیست صبر کنید تا جهان با شعور بشه یا شخص دیگه آگاه بشه تا بتونید روشنبین بشید. چون در این صورت ممکنه تا ابد منتظر بمونید. همدیگر رو به ناآگاه بودن متهم نکنید. همین که شروع به جر و بحث کنید خود رو یک دیدگاه ذهنی میپندارید. و نه تنها از اون دیدگاه بلکه از اون چیزی که خود می انگارید به دفاع می پردازید. در این وضعیت نفس اختیار رو به دست میگیره و شما ناآگاه می شید. بعضی اوقات شاید اشاره کردن به برخی ویژگی های شریک زندگیتون بد نباشه. اگر شما بسیار هوشیار و بسیار حاضر باشید میتونید بدون درگیر کردن نفس یعنی بدون سرزنش کردن، تهمت زدن و دیگری رو مقصر شمردن این کار رو انجام بدی. هنگامی که شریک زندگی شما ناآگاهانه رفتار میکنه، هر گونه داوری رو کنار بذارید. داوری یا به مفهوم اینه که شما رفتار ناآگاه شخص مقابل رو با خود او یکی میپندارید و یا به این معناست که ناآگاهی خود رو به اون شخص فرافکنی میکنید و این ناگاهی رو به جای اون میگیری. کنار گذاشتن داوری به این مفهوم نیست که شما ناآگاهی و اختلال رو نمیبینید و تشخیص نمیدید. بلکه به این معنیه که به جای آنکه که داور بوده و واکنش نشون بدید، دانا خواهید بود. در این حالت یا به طور کامل از واکنش رها هستید یا واکنش نشون میدید اما به هر حال دانا و آگاه خواهید بود. یعنی فضایی میشید که واکنش رو مشاهده میکنه و به اون اجازه وجود میده. در این حالت به جای نبرد با تاریکی روشنایی میارید. به جای واکنش به توهم همون گونه که توهم رو میبینید به ورای اون هم نگاه میکنید. دانا و آگاه بودن فضای شفافی رو برای حضور پرمهر ایجاد میکنه. و این امکان رو میده که همه چیز و همه کس همون گونه که هستند باشند. هیچ عاملی سریعتر از این موجب دگرگونی نمیشه. اگر دانا و آگاه بودن رو تمرین کنید، شریک زندگیتون نمیتونه در کنار شما ناآگاه باقی بمونه. اگر هر دوی شما موافق هستید که این رابطه تمرین معنوی شماست، چه بهتر. میتونید افکار، عواطف و واکنش های خود رو همین که پدیدار شدن با همدیگه در میون بذارید. به این ترتیب به عواطف یا ناخشنودی های شناسایی نشده مهلت نمیدید دارشت کنند و به صورت عقده در بیان. بیاموزید که بدون سرزنش کردن احساس خود رو ابراز کنید. بیاموزید که با حالتی گشوده و غیر تدافعی به یار خود گوش بدید. به شریک زندگی خود فضای ابراز وجود بدید. حاضر باشید. به این ترتیب متهم کردن، دفاع کردن، حمله کردن و همه الگوهای تقویت یا حمایت از نفس و برآورده ساختن نیازهای نفس بیاثر میشن. ایجاد فضا برای خود و دیگران بسیار مهمه عشق نمیتونه بدون این فضا شکوفا بشه. پس از آن که این دو عامل مخرب رو از روابط بیرون کردید یعنی دیگه بدن دردمند وجود نداره و خود رو با ذهن و موقعیت های ذهنی یکی نمیدونید، به شرط اینکه شریک شما هم همین کار رو انجام داده باشه، شادی و نشاط رابطه شکوفا رو احساس خواهید کرد. اون وقت به جای باستا به درد و ناآگاهی خود به هم دیگه به جای برآوردن نیازهای معتادگونه نفسهای همدیگه عشقی رو که در اعماق وجودتون احساس میکنید، عشقی رو که ناشی از درک یگانگی با همه چیزه به هم دیگه این عشق متضادی نداره اگه شریک زندگیتون هنوز خود رو با ذهن و بدن دردمند یکی میدونه و شما رها شده این چالش بزرگی در میانه نه برای شما بلکه برای یارتون زندگی کردن با یک انسان روشنبین چندان ساده نیست یا بهتر بگم انقدر ساده است که نفس اون رو به شدت تهدیدآمیز میدونه حتما به یاد دارید که نفس برای تقویت احساس جدا بودن که پایه و اساس وجود اونه به مشکلات، کشمکش ها و دشمنانی نیاز داره. بنابراین ذهن شخص ناآگاه به شدت درمانده و ناخشنود میشه چون دیگه در برابر دیدگاه های و قطعی اون مقاومتی وجود نداره و از این رو اونها سست و ضعیف میشن و حتی خطر سقوط کامل اونها و در نتیجه از دست دادن خود پیش میاد بدن دردمند طالب پاسخ و بازخورده اما در این حالت چیزی نمیگیره و نیاز او به جر و بحث ماجرا و تضاد برآورده نمیشه. رابطه با خود رو کنار بگذارید. چه روشنبین باشید یا نباشید به هر حال زن یا مرد هستید و در نتیجه در سطح هویت ظاهری کامل نیستید چون شما نیمی از کل هستید. این ناکامل بودن به صورت کشش بین زن و مرد کشش بین دو قطب متضاد احساس میشه و به میزان آگاهی شما بستگی نداره. اما وقتی که در حالت وصل درونی هستید، این کشش رو به صورت سطحی و فرعی احساس می کنید. این به اون مفهوم نیست که نمیتونید با شریک زندگی خود و افراد دیگه رابطه ی عمیق ایجاد کنید. در واقع، فقط زمانی میتونید ارتباطی عمیق برقرار کنید که نسبت به وجود آگاه باشید. هنگامی که آگاهی شما از وجود ناشی میشه توانایی اون رو دارید که به ورای حجاب ظاهر متمرکز بشید زن و مرد دارای یک وجود هستن هرچند جسم شما همچنان نیازهایی داره اما وجود نیازی نداره وجود کل و کامله چه خوبه که نیازهای جسم برآورده بشن اما اگه برآورده نشند هم تأثیری در حالت عمیق درونی شما نخواهند داشت. بنابراین برای یک انسان روشنبین کاملا این امکان وجود داره که اگه به نیاز و برای ارتباط با قطب دیگه یعنی زن یا مرد پاسخ داده نشه در سطح بیرونی وجود احساس کم بود یا کامل نبودن بکنه اما همزمان در درون احساس کمال خوشنودی خاطر و آرامش کامل داشته باشه. اگه نمیتونید در تنهایی با خودتون راحت باشید، برای پوشوندن ناراحتی خود به دنبال ایجاد رابطه خواهید گشت. اما مطمئن باشید که ناخوشنودی شما به شکلی دیگه در هر رابطه جلوگر خواهد شد و احتمالا شما شریک خود رو مسبب اون خواهید دونست. تنها کاری که باید بکنید اینه که این لحظه رو به طور کامل بپذیرید. آنگاه در اینجا و اکنون با خودتون راحت خواهید بود. اما یا لازمه با خودتون رابطه داشته باشید؟ چرا نمیتونید فقط خودتون باشید؟ وقتی که با خود رابطه دارید وجودتون رو به دو پاره تقسیم کرده اید. به من و خودم. به فائل و مفعول این دوگانگی زاییده ذهن ریشه اصلی همه پیچیدگی ها، مسائل و تضادهای غیر ضروری زندگی شما هستند. در حالت روشنبینی شما خودتون هستین یعنی شما و خود به هم میپیوندید و یکی میشید. در این حالت شما خود رو داوری نمی کنید. دلتون برای خودتون نمی سوزه. به خودتون افتخار نمی کنید. خودتون رو دوست ندارید. از خودتون بدتون نمیاد و غیره. اینک شکاف ناشی از آگاهی خودمهورانه درمان یافته و تلسم اون باطل شده. دیگه خودی وجود نداره که لازم باشه از اون حمایت و دفاع و اون رو تقویت کنید. هنگامی که روشنبین بشید شما یک رابطه رو به کلی از دست میدید. رابطه با خود همین که این رابطه رو کنار بذارید همه روابط دیگه شما عاشقانه خواهند شد بخش سوم پذیرش و تسلیم هنگامی که به آنچه هست تسلیم بشید و به طور کامل حضور پیدا کنید گذشته نیروی خود را از دست میده آنگاه قلمرو وجود که توسط ذهن پنهان شده بود گشوده میشه ناگهان سکونی عظیم و والا در درون شما پدید میاد احساس آرامشی ژرف و بی انتها درون اون آرامش نشاتی عظیم نهفته است و درون اون نشاط عشق نهفته است و در درونی ترین بخش درون آن مقدس آن بیکران همو که نمیتوان به نامی خواندش نهان است فصل هشتم پذیرش حال ناپایداری و چرخه های زندگی چرخه از موفقیت وجود دارند زمانی که دارایی و پیروزی به سراب ما میاد و همچنین چرخه از شکست وجود دارند زمانی که دستاورت ها از دست میرند و تباه میشن و شما باید اجازه بدید اونها برن تا برای پیدایش چیزهای تازه و بروز تغییر و دگرگونی جا باز بشه. اگه شما در این مقطع مقاومت کنید و به موفقیت خود بچسبید، به این معناست که از روان شدن در جریان زندگی خودداری می کنید و در نتیجه رنج خواهید برد. برای رشد نیاز به فروپاشی وجود داره. یک چرخه نمیتونه بدون چرخه دیگه پا بگیره. چرخه شکست بی تردید برای درک معنوی ضروریه. باید در سطحی عمیقا شکست خورده باشید و از دست دادن و درد و رنجهای شدید رو تجربه کرده باشید تا به بود معنوی جذب بشید. شاید هم موفقیت براتون توهی و بیمعنی و در واقع به شکست تبدیل شده باشه. در هر موفقیتی شکست و در هر شکستی موفقیت نهفته است. در این جهان یا به عبارت دیگه در دنیای شکلها هر کس دیریازو چکست میخوره و بیشک هر دستاوردی به هیچ و پوچ منتهی میشه. همه اشکال ناپایدار هستند. شما میتونید باز هم فعال باشید و از ایجاد و نمایش شکلها و شرایط جدید لذت ببرید اما خود رو با اونها یکی ندونید. لازم نیست وجود خود رو به اونها وابسته کنید. اونها زندگی شما نیستند. فقط وضعیت زندگی شما هستند. یک چرخه میتونه از چند ساعت تا چند سال طول بکشه. چرخه های بزرگ وجود دارند و چرخه های کوچک در درون چرخه های بزرگ. بسیاری از بیماری ها در نتیجه جنگ با چرخه های کم انرژی که برای باسازی ضروری هستند به وجود میان. تا وقتی که خود را با ذهن یکی میدونید اجبار و گرایش به اون که ارزش و هویت خود را در گروه عوامل بیرونی مانند موفقیت و پیشرفت بدونید اجتناب ناپذیره در نتیجه پذیرش چرخه های شکست برای شما غیر ممکن میشه و نمیتونید اجازه وجود اونها رو بدید. بنابراین امکان داره که شعور هستی به منظور دفاع از خود اختیار رو به دست بگیره و نوعی بیماری ایجاد کنه تا شما مجبور به درنگ بشید و با سازی لازم امکان پذیر بشه. تا هنگامی که ذهن شما شرایطی رو خوب میدونه خواهون شرایط رابطه باشه یا مالکیت باشه یا موقعیت اجتماعی مکانی باشه یا جسم ذهن خود رو به اون شرایط میچسبونه و خود رو با اون یکی میپنداره این وضعیت شما رو شاد میکنه شما رو از خود خوشنود میکنه و امکان داره بخشی از اون کسی که هستید یا گمان میکنی هستید بشه اما در این بود زوال پذیر هیچ چیز پایدار نمیمونه اون وضعیت یا به پایان میرسه یا تغییر میکنه یا معیار داوری شما دگرگون میشه یعنی اون چیزی که تا دیروز یا تا سال گذشته خوب بود ناگهان یا به تدریج به بد تبدیل میشه همون که شما رو شاد میکرد اکنون شما رو اندوهگین میکنه رونق امروز زوال فردا خواهد شد ازدواج و محاصل شادی آور به طلاق غمانگیز یا زندگی مشترک ناگوار تبدیل خواهد شد گاه شرایطی ناپدید میشه و در نتیجه نبودن اون شما اندوهگین میشی. دگرگونی یا از بین رفتن وضعیتی که ذهن به اون چسبیده و خود رو با اون یکی میپنداره برای ذهن پذیرفتنی نیست. ذهن به اون وضعیت گم شده میچسبه و در برابر دگرگونی مقاومت میکنه. با این تجربه حالتی به شما دست میده که انگار عضوی رو از بدنتون جدا کردن. این به اون مفهومه که در واقع شادی و اندوه شما یکی هستن و فقط توهم زمانه که اونها رو از هم جدا میکنه. نشون ندادن هیچ گونه مقاومتی در برابر زندگی به معنای واقع بودن در حالت بقار، راحتی و سبکیه. این حالت بستگی به وجود وضعیتی ویژه چه خوب و چه بد نداره. هرچند به نظر متناقض میرسه. اما هنگامی که وابستگی شما به شکلهای ظاهری از بین بره، شرایط عمومی زندگیتون یعنی شکلهای بیرونی بسیار بهتر میشن. اشیا، افراد یا شرایطی که گمان میکردید برای شادمانی شما ضروری هستند، اکنون بی هیچ تلاش و تقلایی به طرفتون میان و شما آزاد هستید تا زمانی که دوام دارند از اونها لذت ببرید و قدرشون رو بدونید. بی تردید همه این چیزها نیز میگذرن. چرخه ها میان و میرن اما هنگامی که وابستگی شما قطع شده باشه دیگه ترسی از نداشتن ندارید. در این حالت زندگی به راحتی جریان پیدا میکنه. خوشبختی وابسته به یک منشأ فرعی هیچگاه چندان عمیق نخواهد بود. این خوشی فقط بازتابی کمرنگ از شادی و نشاط موجود در بودنه. در حالت عدم مقاومت آرامشی پرشور نهفته است. بودن شما را به ورای قطبهای متضاد ذهن میبره و از وابستگی به شکل رها میکنه. حتی اگه تمامی پیرامون شما به هم بریزه و از بین بره باز هم آرامشی عمیق و درونی احساس خواهید کرد شاید شاد نباشید اما آرامش خواهید داشت بهره بردن از عواطف منفی و رها کردن اونها همه مقاومت‌های درونی به صورت نوعی احساس منفی تجربه میشن تمامی عواطف منفی مقاومت هستند در نتیجه در این چارچوب این دو واژه تقریبا مترادف هستند عواطف منفی طیف گسترده از احساسات رو در بر میگیره یعنی مثلا از آزردگی یا بیصبری تا خشم شدید و از دلتنگی یا رنجش اندک تا ناامیدی منجر به خودکشی رو در بر میگیره بعضی وقتها مقاومت بدن دردمند رو فعال میکنه و در این صورت حتی یک ناراحتی کوچک میتونه به احساس منفی بسیار شدیدی نظیر خشم، افسردگی و اندوه عمیق منجر بشه. نفس باور داره که میتونه از طریق احساس منفی حقیقت رو زیر سلطه خود در بیاره و اون چیزی رو که میخواد بگیره. نفس معتقده که از این طریق میتونه شرایط مطلوب رو ایجاد کنه یا وضعیت نامطلوب رو ناپدید کنه. اگر شما یعنی ذهن معتقد نیستید که اندوه مفیده چرا اون رو به وجود میارید؟ واقعیت اینه که منفی بودن مفید نیست و برعکس به جای جذب شرایط مطلوب مانع از ایجاد اون میشه و به جای از بین بردن شرایط نامطلوب اون رو پا برجام میکنه. تنها عملکرد مفید اون تقویت نفسه و به همین دلیل نفس اون رو خیلی دوست داره. همین که خود رو با نوعی منفی بودن یکی بپندارید مایل نیستید اون حالت رو از دست بدید و در یک سطح بسیار عمیق از ناآگاهی خواهان دگرگونی مثبت نیستید چون هویت شما به عنوان شخصی افسرده خشمگین و سختگیر به خطر میافته در نتیجه شما موارد مثبت زندگی را انکار ترد و تباه میکنید این روندی متعارف و در زم احمقانه است. به گیاهان و حیوانات نگاه کنید و اجازه بدید اونها پذیرش آنچه هست و تسلیم به لحظه حال رو به شما بیاموزند. اجازه بدید اونها بودن رو به شما یاد بدن. اجازه بدید اونها یک پارچگی یعنی بودن، خودتان بودن، حقیقی بودن رو به شما بیاموزند. اجازه بدید اونها چگونه زیستن و چگونه مردن رو به شما یاد بدن و به شما بیاموزند چگونه زندگی و مرگ رو به مشکل تبدیل نکنید. برخی اوقات عواطف منفی مکرر همچون بیماری های تکراری حامل پیامی هستند. اما هر تغییری که بدید چه در رابطه با شغل، روابط یا محیط فقط تغییر سطحی و ظاهری خواهد بود مگر اون که این تغییر از تحولی در سطح آگاهی شما ناشی بشه و تنها تحول ممکن اینه که حاضر بشید هنگامی که به اندازه معینی از حضور دست پیدا کردید دیگه لازم نیست احساسهای منفی به شما بگن که در وضعیت زندگی به چی نیاز داری اما تا هنگامی که احساس منفی وجود داره از اون بهره ببرید اون رو به عنوان هشداری برای حضور داشتن بیشتر بپذیرید هرگاه در میابید که حسای منفی در شما اوج میگیرند خواه از طریق عامل بیرونی یا فکر باشه یا حتی اگه به نظر شما دلیل خاصی نداشته باشه اون رو به صورت هشداری بپذیرید که میگه توجه اینجا و اکنون بیدار شو از ذهنت خارج شو و حاضر باش حتی کوچکترین آزردگی اهمیت داره و باید به اون توجه کنی در غیر این صورت واکنش های نادیده گرفته شده روی هم انباشته میشه پس از اون که درک کردید این میدان انرژی فایده ای نداره و دیگه نمیخواد اون رو در خود نگه دارید شاید بتونید اون رو به سادگی رها کنید اما توجه کنید که اون رو به طور کامل کنار بذارید. اگر نمیتونید اون رو رها کنید، فقط بپذیرید که وجود داره و توجه خود رو به اون احساس معطوف کنید. به عنوان جایگزینی برای رها کردن واکنش منفی، میتونید تجسم کنید که در برابر علت بیرونی این واکنش شفاف شده اید و به این ترتیب احساس منفی رو ناپدید کنید. پیشنهاد میکنم این رفتار رو ابتدا با موارد کوچک و ناچیز تمرین کنید. فرض کنیم ساکت در خونه نشستید که ناگهان آژیر گوشخراش دزدگیر اتومبیل در خیابون بلند میشه و شما ناراحت میشید. هدف از این ناراحتی چیه؟ هیچ. چرا اون رو به وجود آوردید؟ شما کاری نکردید، ذهن این کارو کرد. این روند کاملا خود به خود و ناآگاهانه است. چرا ذهنون رو ایجاد میکنه؟ چون ذهن این اعتقاد ناآگاهانه رو داره که مخالفت اون که شما اون رو به صورت ناراحتی یا احساس منفی تجربه میکنید میتونه به طریقی مانع این وضعیت نامطلوب بشه اما این یک توهمه مقاومتی که ذهن ایجاد میکنه و در این مثال ناراحتی یا خشمه به مراتب آزار دهنده تر از علت اصلیه که ذهن تلاش در ناپدید کردن اون داره. تمامی اینها رو میتوان به تمرین معنوی تبدیل کرد. احساس کنید که شفاف شده ای. درست مثل اینکه بدن شما سخت و جامد نیست. اکنون اجازه بدید که صدا یا هر چیزی که موجب واکنش منفی میشه از میان شما عبور کنه. و با دیواری محکم در درونتون برخورد نکنه. همونطور که گفتم ابتدا با موارد جزئی تمرین کنید. مثل آژیر اتومبیل، پارس سگ، داد و فریاد بچه ها، گرفتار شدن در ترافیک. به جای اون که دیواری از مقاومت و مخالفت در درون خود داشته باشید که پیوسته به طرز دردناکی مورد اصابت موارد قرار می گیره که نباید رخ بدن اجازه بدید همه چیز از میان شما عبور کنه اگر یه نفر مطلبی به قصد آزار یا توهین به شما گفت به جای پیمودن مسیر ناآگاهانه واکنش منفی و انجام اقداماتی نظیر حمله، دفاع یا پس کشیدن اجازه بدید سخنان اون شخص فقط از میان شما عبور کنه. هیچ مقاومتی نکنید. درست مثل اینکه کسی وجود نداره که آزار ببینه. این بخشایشه. به این ترتیب شما آسیب ناپذیر میشید. اگر بخواید میتونید به اون شخص بگید که رفتارش درست نیست. اما دیگه اون فرد نیروی کنترل وضعیت درونی شما رو نداره. در این حالت شما اختیار خود دارید و تحت اختیار فرد دیگه یا ذهن خود نیستید. در همه موارد چه در برابر آژیر اتومبیل، شخص میادب، سیل، زلزله یا از دست دادن تمامی دارایی، شیوه مقاومت و مخالفت یکسانه. اگر شما هنوز در بیرون در جستجو هستید و نمیتونید از این جستجو دست بکشید، و گمان می کنید شاید کلاس، دوره یا روش جدیدی بتونه پاسخگوی شما باشه به شما میگم که به دنبال آرامش نگردید در پی هیچ حالتی به جز همون حالتی که اکنون در اون هستید نباشید وگرنه تضاد درونی و مقاومت ناآگاهانه در خود ایجاد می کنید از اینکه در آرامش نیستید خود رو ببخشید همین که ناآرامی خود رو به طور کامل بپذیرید عدم آرامش شما به آرامش تبدیل میشه هر چیزی رو که به طور کامل بپذیرید شما رو به مقصد به آرامش میرسونه این معجزه تسلیمه هنگامی که آنچه را که هست میپذیرید که یک لحظات بهترین هستند این پذیرش همون روشنبینیه طبیعت همدلی پس از آنکه به ورای تضادهای ساخته و پرداخته ذهن رفتید، همچون دریاچه عمیق میشی وضعیت بیرونی زندگی با تمامی رویدادهاش سطح این دریاچه رو تشکیل میده که بنا به ها و فصل‌ها گاه آرام و گاه طوفانی و ناهموار میشه اما اعماق دریاچه همواره آرامه. شما یک دریاچه کامل هستید، نه فقط سطح اون. شما با اعماق خود که کاملا آروم باقی میمونه در ارتباط خواهید بود. دیگه از طریق چسبیدن ذهنی به شرایط در برابر دگرگونی مقاومت نمی کنید. آرامش درونی شما به هیچ شرایطی بستگی نداره. شما در وجود تغییر ناپذیر بی زمان و نامیرا مستقر هستید و دیگه برای خوشبختی و خوشنودی خاطر به جهان بیرونی و شکلهای پیوست متغیر اون متکی نیستید میتونید از اون شکلها لذت ببرید با اونا بازی کنید شکلهای جدید خلق کنید از زیبایی ها بهرمند بشید اما نیازی نیست که خود رو به هیچ یک از اونها بچسبونید تا زمانی که نسبت به وجود آگاه نشده اید حقیقت سایر انسان ها رو در نمیابید چون حقیقت خود رو در نیافته اید ذهن شما از شکل اونها یا خوشش میاد یا خوشش نمیاد منظورم از شکل فقط جسم اونها نیست بلکه ذهن اونها هم هست روابط حقیقی فقط هنگامی ممکن میشه که نسبت به وجود آگاه باشید هنگامی که از عمق وجود حرکت می بدن و ذهن شخص دیگر رو درست مانند صفحه می که می در ورای اون حقیقت راستین اون فرد رو حس کنید. همون گونه که حقیقت راستین خود را احساس می بنابراین وقتی که با رفتار ناآگاه یا در فرد دیگه ای روبرو می حاضر هستید و با وجود خود در ارتباط باقی می در نتیجه میتونید به ورای شکل نگاه کنید و از طریق وجود خود وجود ناب و تابناک شخص دیگر رو احساس کنید. در سطح وجود تمامی درد و رنج ها به صورت توهم درک میشن. رنج ناشی از اینه که خود رو با شکل یکی میدونید. بعضی وقتها از طریق بیدار نمودن آگاهی وجود در سایرین به شرط اون که آمادگی داشته باشند زخمها به طرز اجاز آوری التیام پیدا می حمدلی همدلی درک پیوند عمیق بین شما و تمامی موجودات. دفعه بعد که میگید من هیچ وجه مشترکی با این فرد ندارم به یاد بیارید که وجوه مشترک فراوانی دارید. چند سال بعد تفاوت چندان نمیکنه دو سال بعد یا هفتاد هشتاد سال بعد هر دوی شما به جسدهای پوسیده سپس توده خاک و پس از اون به هیچ تبدیل شید. این درک تعمل برانگیز انسان رو فروتن میکنه و نشون میده که موردی برای غرور وجود نداره آیا این یک فکر منفیه؟ نه این واقعیته چرا چشماتون رو به روی اون ببندید؟ از این دیدگاه برابری کامل بین شما و تمامی موجودات برقراره. یکی از نیرومندترین تمرین های معنوی اینه که عمیقا بر فناپذیری شکل های مادی و از جمله خودتون تعمق کنید. به این میگن مرگ پیش از مرگ. عمیقا در این روند فرو برید. بدن مادی شما محو میشه و دیگه وجود نداره. آنگاه لحظه ای پدید میاد که تمامی اشکال ذهنی و افکار هم از بین میرن. اما شما یعنی حضور الهی شما هنوز وجود داره و کاملا بیدار و تابناکه. در این حالت هیچ یک از موارد حقیقی از بین نمیرن. فقط نام ها، ها و توهمات ناپدید میشن. در این سطح عمیق همدلی در گسترده ترین مفهوم خود التیام بخش میشه در این حالت تاثیر التیام بخش شما به طور عمده از عمل کردن ناشی نمیشه بلکه از بودن نشأت میگیره هر فردی که در ارتباط با شما قرار میگیره تحت تاثیر حضور شما و آرامشی که میتابونید واقع میشه خواه متوجه این نکته بشه یا نه نش هنگامی که به طور کامل حضور دارید اگر افرادی که در اطرافتون هستند رفتاری ناآگاهانه از خود نشون بدن نیازی نمیبینید که واکنش نشون بدید و در نتیجه اون رفتار را حقیقی نمیانگارید آرامش شما چنان گسترده و عمیقه که نارامی ها رو در خود حل میکنه گویی هیچگاه وجود نداشتند این حالت حلقه کارما یعنی کنش و واکنش رو از بین میبره. در این صورت حیوانات، درختان و گلها آرامش شما را احساس میکنند و به اون پاسخ میدن. شما از طریق بودن، از طریق نمایش آرامش خدا آموزش میدید. شما نور جهان که ناشی از آگاهی نابه میشید. و به این ترتیب به رنج های علت و معلولی پایان میدید. شما ناآگاهی رو از جهان می زدائید. حکمت تسلیم کیفیت آگاهی شما در این لحظه عامل اصلی تعیین کننده آینده شماست و مهمترین گامی که می تونید در راه دگرگونی های مثبت بردارید اینه که تسلیم بشید هر اقدام دیگه ای فرعی خواهد بود. هیچ عمل کرده واقعا مثبتی نمیتونه از حالت تسلیم نشده آگاهی برخیزه. تسلیم برای برخی از افراد بار منفی شکست، کنارگیری، پاسخ ندادن به مبارزه های زندگی، سستی و غیره رو به همراه داره. اما تسلیم حقیقی کاملا با این مفاهیم متفاوته. و به این معنی نیست که با تفاوتی همه شرایط رو تحمل کنید و هیچ اقدامی انجام ندید و همچنین به این معنا نیست که از برنامه ریزی و عمل کرده مثبت دست بردارید تسلیم حکمت ساده و در عین حال والای انعطاف پذیر بودن در برابر جریان زندگی و مقاومت نکردن در برابر اونه تنها جایی که میتونید جریان زندگی رو تجربه کنید در لحظه حاله. پس تسلیم شدن به مفهوم پذیرفتن بیقید و شرط و کامل لحظه حاضره. تسلیم به معنای فروریختن مقاومت درونی در برابر وضعیت موجوده. مقاومت درونی یعنی نگفتن به وضعیت موجود از طریق داوری های ذهنی و عواطف منفی. این امر به ویژه در مواردی که امور مطابق میل فرد نیستند تشدید میشه و نشانگر اینه که بین تقاضاها یا انتظارهای خشک و انعطاف ذهن با وضعیت موجود فاصله افتاده این شکاف موجب درده. اگه سنی از شما گذشته باشه میدونید که بارها امور بر وفق مراد نیستند اگه خواستارمون هستید که درد و اندوه رو از زندگی خود حذف کنید درست در همین اوقات باید به تمرین تسلیم بپردازید. پذیرش وضعیت موجود بیدرنگ شما رو از یکی دانستن خود با ذهن رها و در نتیجه دوباره به وجود متصل میکنه مقاومت ناشی از ذهن تسلیم یک پدیده کاملا درونیه. اما به این مفهوم نیست که در سطح بیرونی نمیتونید عمل کنید و شرایط رو دگرگون کنید. در واقع لازم نیست در حالت تسلیم کل موقعیت رو بپذیرید. فقط کافیه که اون ذره کوچکی رو که اکنون و حال نام داره پذیرا بشید. برای نمونه اگه جایی در گل گیر کنید نمیگید چه عالی به در گل ماندن تسلیم هستم. کنارگیری کردن به مفهوم تسلیم نیست. لازم نیست وضعیت زندگی نامطلوب و ناخوشایند رو بپذیرید و نیز لازم نیست خود رو فریب بدید و بگید وضعیت زندگیتون هیچ اشکالی نداره. نه، در حالت تسلیم شما به طور کامل درک می کنید که می از این وضعیت بیرون بیاد. آنگاه بدون هیچ گونه برچسب ذهنی توجه خود رو به لحظه حاضر محدود می کنید. این به این معنیه که درباره اکنون هیچ داوری نمی کنید و در نتیجه هیچ احساس منفی و مقاومتی هم ایجاد نمیشه. شما وجود داشتن این لحظه رو می پذیری. اون وقت شروع به اقدام می کنید و هر کاری که بتونید انجام میدید تا خود رو از این وضعیت بیرون بکشید. من چنین اقدامی رو اقدام مثبت میخونم. این رفتار به مراتب موثرتر از اقدام منفی ناشی از خشم، ناامیدی و به بنبست رسیدنه. تا زمانی که به نتیجه مطلوب نرسیده اید، با دوری از برچسب زدن به لحظه ها، تسلیم رو تمرین کنید. اجازه بدید برای توضیح نکته مورد نظرم مثالی بزنم. شبی تاریک در مه قلیز کنار جاده راه میرید و چرا قوهی دارید که به درون مه نفوذ و مسیر باریکی رو پیش روی شما روشن میکنه. مه وضعیت زندگی شماست که شامل گذشته و آینده است. چرا قوه حضور آگاه شماست. فضای روشنی که همون لحظه حاله، اکنونه. تسلیم نبودن یا مقاومت، شکل روانی شما یعنی پوسته منیت رو سخت و در نتیجه احساس جدایی رو تشدید میکنه. در این حالت جهان و به ویژه اطرافیان تهدیدآمیز به نظر می رسن. اجبار غیر ارادی و ناآگاهانه به نابود کردن دیگران از طریق داوری و همچنین نیاز به رقابت و سلطه‌جویی پدیدار میشه. حتی طبیعت دشمن شما میشه و دریافت و تعابیر شما در قلم روی ترس قرار می گیرن. آن بیماری روانی که پارانویا می فقط کمی شدید تر از این وضعیت متعارف اما مختل آگاهیه. پارانویا نوعی بیماری روانی که شک و بدبینی شدید ویژگی بارز اونه. نه تنها شکل روانی شما بلکه شکل جسمانی شما هم در نتیجه مقاومت خشک و انعطاف ناپذیر میشه. در اجزای گوناگون بدن تنش ایجاد میشه و تمامی بدن منقبض میشه. آنگاه عبور جریان آزاد انرژی حیات از بدن که برای سلامتی بسیار ضروریه به شدت محدود میشه. انجام ورزش ها و برخی تمرین های فیزیوتراپی در برقراری این جریان تا اندازه مفیده. اما تا هنگامی که در زندگی روزمره خود تسلیم بودن رو تمرین نکنید این کارها فقط علائم ظاهری رو به طور موقت فرو میشونه در حالی که علت یعنی الگوی مقاومت همچنان پا بر جایه. چیزی در زندگی شما وجود داره که تحت تاثیر شرایط وضعیت زندگی شما قرار نمیگیره و فقط از طریق تسلیم قابل دسترسیه و اون زندگی و وجودتونه که در قلم روی بی زمان اکنون و حال جاودان است اگر وضعیت زندگی خود رو ناخوشایند و حتی غیر قابل تحمل میبینید نخست نخواست فقط از طریق تسلیم میتونید الگوی ناآگاه مقاومت رو که موجب ادامه وضعیت میشه در هم بریزید تسلیم با اقدام کردن ایجاد دگرگونی و رسیدن به اهداف کاملا سازگاره در حالت تسلیم یک انرژی به کلی متفاوت و از جنس دیگه در کارهای شما جاری میشه تسلیم شما رو به انرژی منشه و وجود متصل میکنه هنگامی که عمل شما از وجود نشأت میگیره هر کاری تبدیل به تفریحی پرنشاط و آکنده از انرژی حیات میشه که شما را عمیقتر در حال فرو میبره از طریق عدم مقاومت کیفیت آگاهی شما و در نتیجه کیفیت هر آنچه انجام میدید یا خلق میکنید بی اندازه بهتر میشه در این حالت نتایج خود به خودی و عالی خواهند بود در حالت تسلیم اون چیزی رو که لازم انجام بشه به روشنی میبینید و به اون اقدام میکنید. در این حالت کارها رو یکی یکی انجام میدید و در هر زمان فقط بر یک کار متمرکز هستید. از طبیعت بیاموزید. ببینید که چگونه همه امور به انجام میرسند و چگونه معجزه زندگی بدون ناخشنودی و اندوه آشکار میشه. مسیح به همین دلیل گفت ببینید که گلهای سوسن چگونه رشد می کنن. اونها نه عرق می ریزن و نه دور خود می پیچن. اگر وضعیت شما در مجموع رضایت بخش و خوشایند نیست همین لحظه رو جدا کنید و به اون چیزی که هست تسلیم بشید. این اقدام همچون نور چراقاف است که در مه نفوذ می کنه. در این حالت آگاهی شما از اختیار شرایط بیرونی خارج میشه و دیگه از سطح واکنش و مقاومت حرکت نمی کنید. اون وقت به جزئیات وضعیت موجود توجه کنید. از خود بپرسید آیا میتونم کاری برای تغییر این وضعیت بهبود اون یا خارج کردن خودم از اون انجام بدم؟ اگر چنینه اقدام مناسب رو انجام بدید. بر هزار و یک کاری که شاید در آینده مجبور شید انجام بدید تمرکز نکنید بلکه فقط بر اون یک کار که اکنون میتونید انجام بدید متمرکز بشید این به اون مفهوم نیست که نباید هیچ گونه برنامه ریزی بکنید شاید اون تنها کاری که اکنون میتونید انجام بدید همون برنامه ریزی باشه اما توجه کنید که پیوسته فیلم های ذهنی در فکرتون به نمایش در نیان و مدام خود رو به آینده پرتاب نکنید تا در نتیجه حال رو از دست بدید. شاید اقدام کنونی شما بیدرنگ به سمر نشینه تا آن هنگام که به نتیجه برسید در برابر وضعیت موجود مقاومت نکنید. اگر نمیتونید هیچ اقدامی بکنید و همچنین نمیتونید خود رو از وضعیت مورد نظر دور کنید پس از این فرصت بهره بگیرید تا هرچه عمیقتر به درون تسلیم به درون حال و به درون وجود فرو برید هنگامی که به بود بیزمان وضع موجود وارد میشید اغلب اوقات به شیوه های غیر و بدون اینکه شما کار مهمی انجام داده باشید دگرگونی پدیدار میشه و زندگی مساعد و همراه میشه اگر پیشتر عوامل درونی مانند ترس، احساس گناه یا سستی مانع اقدام کردن شما می شدن، اکنون اونا در نور حضور آگاه شما از بین میرند. تسلیم رو با طرز برخورده دیگه برام مهم نیست یا به من مربوط نیست اشتباه نگیرید. اگر به این نگرش دیگه برام مهم نیست یا به من مربوط نیست توجه کنید میبینید که با نوعی مقاومت پنهان و منفی آغشته است که به هیچ رو تسلیم نیست بلکه در واقع مخالفت در پرده است در حالی که تسلیم میشید توجه خود را به درون معطوف کنید و بررسی کنید که آیا هیچ اثری از مقاومت در شما باقی مونده یا نه در این بررسی بسیار هوشیار باشید. ممکن اندکی مقاومت به شکل یک فکر یا یک احساس مورد توجه قرار نگرفته در گوشه ای تاریک پنهان شده باشه. از انرژی ذهن تا انرژی معنوی با پذیرش این امر که مقاومت وجود داره شروع کنید. هنگامی که مقاومت رخ میده هنگامی که مقاومت شروع به شکل گیری میکنه حضور داشته باشید مشاهده کنید که چگونه ذهن شما اون رو ایجاد میکنه چگونه به اوضاع و احوال خودتون یا دیگران برچسب میزنه به شیوه تفکر جاری نگاه کنید و انرژی مقاومت رو حس کنید با مشاهده مقاومت متوجه خواهید شد که هیچ حاصلی نداره. با تمرکز تمامی توجه بر لحظه ی حال مقاومت ناآگاهانه آگاهانه میشه و بیدرنگ پایان میابه. نمیتونید آگاه و اندوهگین یا آگاه و منفی باشید. عواطف منفی، ناخشنودی یا درد و رنج به هر شکلی حاکی از اینه که مقاومت وجود داره و مقاومت همواره ناآگاهانه است. آیا اندوه رو انتخاب می اگه شما اون رو انتخاب نکرده پس چگونه ایجاد شده؟ کاربرد اون چیه؟ چه کسی اون رو زنده نگه می حتی اگه از عواطف ناخوشایند خود آگاه هستید حقیقت اینه که شما خود رو با اونها یکی میدونید. و از طریق افکار ناخواسته و غیر ارادی به اونها جان می بخشی. همه اینها ناآگاهانه است. اگر آگاه بودید، یعنی اگه به طور کامل در حال حضور داشتید، تمامی عواطف منفی تقریبا در دم ناپدید می شدن. اونها نمی تونن در حضور شما دوام بیارن. اونها فقط در قیاب شما جان دارن. حتی بدن دردمند هم در حضور شما چندان دوام نخواهد آورد. شما با زمان دادن به اندوه خود اون رو پایدار نگه می دارید. زمان مایه ی حیات اندوه. از طریق هوشیاری متمرکز بر این لحظه زمان رو برونید تا بدن دردمند بمیره. اما آیا واقعا خواهان مرگ اون هستید؟ آیا به راستی خسته شده اید؟ بدون بدن درد من چه کسی خواهید بود؟ تا زمانی که تسلیم را تمرین نکنید، بود منوی فقط در حد موضوعی باقی خواهد موند که درباره اون میخونید، حرف میزنید، به هیجان میاید، کتاب مینویسید، فکر میکنید، به اون معتقد هستید یا نیستید. به هر حال هر کدوم از این شرایط با هم تفاوتی ندارد. تا زمانی که تسلیم نشید بعد معنوی حقیقتی زنده در زندگی شما نخواهد بود هنگامی که تسلیم میشید انرژی ناشی از وجود زندگی شما را اداره میکنه که فرکانس بسیار بالاتری از انرژی ذهن که هنوز جهان ما را اداره میکنه داره انرژی معنوی از طریق تسلیم به این جهان میاد این انرژی برای شما تمامی انسان ها و گونه های حیات موجود بر سیاره هیچ درد و رنجی پدید نمیاره. تسلیم در روابط شخصی این درسته که فقط یک انسان ناآگاه سعی در استثمار و بهره از دیگران داره. اما این هم درسته که فقط یک انسان ناآگاه میتونه مورد بهره برداری قرار بگیره. اگه با رفتار ناآگاهانه دیگران بجنگید یا در برابر اون مقاومت کنید خودتون هم ناآگاه میشید اما تسلیم به این مفهوم نیست که اجازه بدید مورد بهره برداری افراد ناآگاه قرار بگیرید به هیچ وجه کاملا ممکنه که با قاطعیت و سراحت به شخصی نبگید یا خود را از وضعیتی دور کنید و با این وجود به گونه کامل در حالت عدم مقاومت درونی باشید. هنگامی که به شخص یا وضعیتی نمیگید، اجازه بدید که این سخن از واکنش ناشی نشه، بلکه ناشی از بینش شما باشه، از درک روشن اینکه در این لحظه برای شما چی مناسب یا نامناسبه. اجازه بدید که این یک نه غیر واکنشی باشه، یک نه والا مقام. نه ای که از تمامی عواطف منفی رها باشه و در نتیجه درد و رنج بیشتری ایجاد نکنه. اگر نمیتونید تسلیم بشید، بیدرنگ اقدام کنید. نظر خود رو ابراز کنید. کاری کنید تا تغییری در شرایط ایجاد بشه یا خود رو از اون وضعیت دور کنید. مسئولیت زندگی خود رو بپذیرید. وجود درونی تابناک و زیبای خود و زمین رو با عواطف منفی آلوده نکنید. اجازه ندید که اندوه به هیچ شکلی در درون شما خونه کنه. اگر نمیتونید اقدام کنید، مثلا اگر در زندان هستید، دو راه پیش رو دارید. مقاومت یا تسلیم. اسارت یا رهایی درونی از شرایط بیرونی. در و رنج یا آرامش درونی. با تسلیم روابط شما عمیقا دگرگون میشه. هنگامی که نمیتونید به هیچ عنوان وضع موجود رو بپذیرید، مفهوم زمینه اون اینه که نمیتونید هیچ شخصی رو همون گونه که هست بپذیرید. شما داوری میکنید، انتقاد میکنید، برچسب میزنید، ترد میکنید یا تلاش میکنید تا دیگران رو تغییر بدید. از این گذشته، اگر پیوسته لحظه حال رو به صورت ابزاری در راه به دست آوردن نتیجهای در آینده به کار ببرید همه افراد رو هم به صورت وسایل رسیدن به اهداف خود در نظر میگیرید اون وقت رابطه یعنی انسان بودن یا برای شما هیچ اهمیتی نداره یا بسیار کم اهمیت خواهد بود اون چیزی که براتون مهمه اون چیزیه که از رابطه به دست میارید خواه سود مادی باشه یا احساس قدرت باشه یا لذت جسمانی یا انواع خوشحالی های نفسانی اجازه بدید نشون بدم که تسلیم چگونه میتونه در روابط سودمند باشه هنگامی که در جریان کشمکش یا جر بحث با شریک زندگی یا یکی از نزدیکاتون واقع میشید ابتدا ببینید که در واکنش به حمله که به موقعیت شما شده چه اندازه حالت تدافعی به خود گرفته اید و نیروی ستیز جوی خود رو در اون هنگام که شما هم به موقعیت شخص مقابل حمله می کنید احساس کنید. وابستگی به آرا و عقاید خود رو مشاهده کنید. انرژی ذهنی عاطفی نهفته رو در ورای نیاز به برحق بودن و دیگری رو خطاکار جلوه دادن احساس کنید. این انرژی ذهن خودکام است. شما با شناختن و هرچه بیشتر حس کردن اون این انرژی رو به آگاهی خود میاری تا اینکه روزی در میان یک جر و ناگهان متوجه میشید که میتونید انتخاب کنید و شاید به این نتیجه برسید که فقط برای اینکه ببینید چی میشه حالت واکنشی خود رو کنار بذارید شما تسلیم میشید منظور من از کنار گذاشتن واکنش این نیست که فقط به زبون بیاری باشه حق با توه و در همون حال نگاه شما ها که از این باشه که این ناآگاهی های بچگونه در سطح من نیست این فقط جابجا جا کردن مقاومت و قرار دادن اون در سطحی دیگه است در این حالت باز هم ذهن نفسانی اختیاردار و مدعی برتریه منظور من کنار گذاشتن کل میدان انرژی ذهنی عاطفی درون شماست که برای قدرت میجنگه نفس بسیار زیرکه و در نتیجه شما باید بسیار هوشیار، بسیار حاضر و کاملا با خودتون صادق باشید تا بفهمید که آیا به راستی خود رو با اون موقعیت ذهنی یکی میدونید یا نه و خود رو از ذهن رها کرده اید یا خیر اگر ناگهان احساس کردید که بسیار سبک، روشن و کاملا آرام شده اید این علامتی قطعی و نشانگر اینه که شما به راستی تسلیم شده ای. آنگاه مشاهده کنید هنگامی که موقعیت ذهنی شخص دیگر رو از طریق مقاومت کردن تقویت نمی کنید اون در چه وضعیتی قرار می گیره؟ هنگامی که خود رو از موقعیت ذهنی جدا می کنید، ارتباط حقیقی آغاز می شه. عدم مقاومت الزامن به مفهوم هیچ کار نکردن نیست. بلکه به این معناست که عمل کردن غیر واکنشی میشه. خرد عمیق نهفته در ورزش های رزمی شرق و به یاد بیارید که میگه در برابر نیروی حریف مقاومت نکنید. تسلیم بشید تا غلبه کنید. هنگامی که در حالت حضور کامل هستید، عمل نکردن، عامل دگرگون کننده و التیام بخش بسیار نیرومندی برای افراد و موقعیت هاست. این حالت به کلی با عمل نکردن در حالت عادی آگاهی یا بهتر بگم حالت عادی ناآگاهی ناشی از ترس، سستی و دودلی متفاوته. عمل نکردن حقیقی بر عدم مقاومت و هوشیاری بسیار دلالت داره. از سوی دیگه، اگر به عمل کردن نیاز باشه دیگه از سطح ذهن شرطی شده خود واکنش نشون نمیدید، بلکه از حضور آگاه خود به وضعیت پاسخ میدید. در این حالت ذهن شما از تمامی مفاهیم و از جمله مفهوم عدم خشونت رهاه در نتیجه اعمال شما غیرقابل پیش بینی خواهند بود. نفس معتقده که قدرت شما در مقاومت نهفته است در حالی که در حقیقت مقاومت شما را از وجود که یگان جایگاه قدرت حقیقی جدا میکنه مقاومت همون ترس و ضعف که نقاب قدرت به چهره زده اون چیزی که نفس به صورت ضعف میبینه وجود ناب پاک و نیرومند شماست اون چیزی که نفس قدرت میپنداره ضعفه پس نفس پیوسته در وضعیت مقاومت زندگی میکنه و برای پوشوندن ضعف های شما که در حقیقت نقاط قوت شما هستند نقش بازی میکنه تا زمانی که تسلیم وجود نداشته باشه نقش بازی کردن های ناآگاهانه بخش عمده ای از تبادلات انسان ها رو تشکیل میده در حالت تسلیم دیگه نیازی به مکانیسم های دفاعی و نقاب های دروغین نفس نداری. شما بسیار ساده و بسیار حقیقی میشید. اما نفس میگه این خطرناکه آسیب میبینی و آزرده میشی. نفس نمیدونه که فقط از طریق رها کردن مقاومت و از طریق آسیب پذیر شدن میتونید جنبه های آسیب پذیر حقیقی و اصلی خود رو کشف کنید. فصل نهم تبدیل بیماری به روشنبینی تسلیم پذیرش درونی وضعیت موجود به طور کامل و بی هیچ قید و شرط درباره زندگی شما در این لحظه صحبت می کنم. نه شرایط و اوضاع و احوال زندگی شما که من اون رو وضعیت زندگی می نامم. بیماری بخشی از وضعیت زندگی شماست. و به این ترتیب دارای گذشته و آینده است. گذشته و آینده پیوستاری بیوقفه را تشکیل میدن. مگر آنکه نیروی رهایی بخش حال از طریق حضور آگاه شما فعال بشه. همون گونه که میدونید در ورای شرایط گوناگونی که وضعیت زندگی شما رو شکل میدن و از زمان تقضیه میکنن چیزی اصلیتر و عمیقتر وجود داره زندگی و وجود حقیقی شما در حال جاودان از اونجایی که در لحظه حال هیچ مسئلهای وجود نداره بیماری هم وجود نداره اعتقاد به برچسبی که شخصی به وضعیت شما میزنه اون وضعیت رو تقویت و پایدار میکنه و اون چیزی رو که یک عدم توازن موقتیه به صورت یک حقیقت به ظاهر استوار در میاره اعتقاد به این برچسب نه تنها بیماری را حقیقی و پابرجا میکنه بلکه به اون تداومی در زمان میده که از پیش نداشته با تمرکز بر این لحظه و دوری از برچسب ذهنی بیماری به یک یا چند مورد از این عوامل تبدیل میشه درد جسمی ضعف ناراحتی ناتوانی و نقص عضو شما در حال حاضر به این عوامل تسلیم میشید نه به تصور بیماری اجازه بدید درد و رنج شما رو به لحظه حاضر بکشونه و به حضور داشتن آگاه و عمیق وادار کنید از درد و رنج برای روشنبینی بهره ببرید تسلیم وضعیت موجود رو دگرگون نمیکنه دست کم نه آشکارا اما تسلیم شما رو متحول میکنه و هنگامی که دگرگون شدین تمامی جهان شما دگرگون میشه. چون جهان بازتابی بیش نیست. بیماری مسئله نیست. تا هنگامی که ذهن خود محور اختیار داره شما مسئله هستی. در بیماری و ناتوانی احساس نکنید که شکست خورده اید. احساس گناه نکنید. زندگی رو سرزنش نکنید که با شما غیر عادلانه برخورد کرده. و در خود رو هم مقصر نشمرید اینها همه شکلهای گوناگون مقاومت هستند اگر بیماری عمده دارید از اون برای روشنبینی بهره ببرید از هر رویداد بظاهر بد زندگی برای روشنبینی یاری بگیرید زمان رو از بیماری پس بکشید و به اون گذشته یا آینده ندید بگذارید بیماری شما رو به هوشیاری در لحظه حاضر وادار کنه ببینید چی میشه کیمیاگر بشید و مصر رو به طلا درد و رنج رو به آگاهی و ناکامی رو به روشنبینی مبدل کنید آیا شما به شدت بیمار هستید و از سخنان من احساس خشم میکنید پس واضحه که بیماری بخشی از وجودتون شده و اکنون میخواید از هویت خود و در نتیجه بیماریتون حفاظت کنید. وضعیتی که برچسب بیماری به خود گرفته در واقع هیچ شبتی به حقیقت وجود شما نداره. هرگاه مصیبتی پیش میاد و مشکلی جدی پدیدار میشه مانند بیماری، نقص عضو، ناتوانی، از دست دادن خانه و دارایی و هر نوع هویت اجتماعی به هم خوردن رابطه نزدیک، مرگ یا درد و عزیزی یا مرگ قریب وقوع خودتون بدونید که این پیش آمد جنبه دیگه هم داره و شما فقط یک قدم با رویدادی شگفت آور فاصله دارید یعنی با تبدیل اجازاور مس درد و رنج به طلا این قدم تسلیم نام داره نمیگم در این وضعیت خوشحال میشید نه اما ترس و درد به آرامشی درونی که از اعماق وجودتون یعنی از کانون نهایی نشأت میگیره تبدیل میشه این آرامش خداست که در ورای تمامی درکاست و خوشحالی در مقایسه با اون بسیار ناچیز جلوه میکنه همراه با این آرامش تابناک نه در سطح ذهن بلکه در اعماق وجودتون این درک پدید میاد که شما جاودان و فناناپذیر هستید این یک اعتقاد نیست بلکه قطعیتی مطلقه که نیاز به هیچ مدرک و دلیل بیرونی ناشی از منابع فرعی نداره تبدیل رنج به آرامش در بعضی شرایط ناراحت کننده شاید پذیرش حال براتون غیر ممکن باشه. اما همواره فرصت دیگه ای برای تسلیم پیدا می کنی. فرصت نخست شما اینه که هر لحظه به حقیقت اون لحظه تسلیم بشی. با دانستن این نکته که اون چیزی که هست نمی تونه نباشه چون همکنون هست. به اون چیزی که هست پاسخ مثبت بدید و اون چیزی رو که نیست بپذیری آنگاه اون چیزی رو که باید و برای اون شرایط لازمه انجام بدید. پس از اون که در حالت پذیرش قرار گرفتید دیگه هیچ نوع احساس منفی و رنج و اندوه ایجاد نمی‌کنید و در حالت عدم مقاومت سبکی وقار و رها از تلاش و تقلا زندگی می‌کنید. در صورتی که توانایی انجام این کار رو نداشته باشید در صورتی که فرصت خود رو به هر دلیل از دست بدید یا به دلیل اون که به اندازه کافی حضور آگاه ایجاد نکرده اید که مانع از پدید اومدن برخی الگوهای عادتی و ناآگاه مقاومتی بشید یا به دلیل اون که وضعیت چنان بحرانیه که به هیچ رو براتون قابل قبول نیست آنگاه نوعی درد و رنج ایجاد میکنید شاید به نظر برسه که اون وضعیت درد و رنج رو ایجاد کرده اما در نهایت چنین نیست مقاومت شما موجب درد و رنجه اینک فرصت دوم شما برای تسلیم اگر نمیتونید اون چیزی رو که در بیرون هست بپذیرید اون چیزی رو که در درونه بپذیرید اگه وضعیت بیرونی براتون غیر قابل قبوله وضعیت درونی رو قبول کنید این به اون مفهومه که در برابر درد مقاومت نکنید و اجازه بدید درد وجود داشته باشه. به اندوه، ناامیدی، ترس، تنهایی و هر شکلی که رنج به خود گرفته تسلیم بشید. بدون برچسب زدن اون رو تماشا کنید و در آغوش بگیرید. اون وقت ببینید که معجزه تسلیم چگونه رنج عمیق رو به آرامش عمیق تبدیل میکنه این تسلیم شماست بگذارید که رستاخیز و عروج شما باشه. هنگام درد شدید هر سخنی درباره تسلیم بیمنی و بیحاصل به نظر میرسه. وقتی که دردتون شدیده احتمالا تمایل شما به فرار از اون نیرومندتر از تسلیم به اونه. شما مایه نیستید احساس خود رو حس کنید. چه برخوردی طبیعی تر از این؟ اما بدونید که راه گریزی وجود نداره. فرار ممکن نیست. راه های گریز ساختگی فراوونی وجود دارند مثل کار، مشروب، دارو، مواد مخدر، خشم، فرافکنی، سرکوب و غیره. اما اونا شما را از درد رها نمی کنند. هنگامی که درد رو به سطح ناآگاهی خود میرانید از شدت اون کاسته نمیشه. هنگامی که درد عاطفی را انکار میکنید همه اعمال، افکار و روابطتون به اون آلوده میشن. به عبارت دیگه شما اون رو به صورت انرژی از خود ساته می کنید و سایرین اون رو جذب می اگر اون افراد ناآگاه باشند، حتی ممکنه به حمله به شما و آزار دادنتون گرایش پیدا کنن. یا شما با فرافکنی ناآگاهانه در و رنج خود اونها رو آزار بدید. در این حالت هر آنچه که با حالت درونی شما هماهنگ باشه جذب و آشکار میکنید هرگاه راه گریزی نیست، همواره راه عبوری هست. پس از رنج و درد رو نگردونید. با اون روبرو بشید و اون رو به طور کامل احساس کنید. اون رو حس کنید اما درباره اون فکر نکنید. در صورت لزوم درد و رنج خود رو ابراز کنید اما درباره اون در ذهن خود فیلم نامه ننویسید. تمامی توجه خود را به احساس معطوف کنید نه به شخص رویداد یا وضعیتی که در ظاهر موجب اون بوده اجازه ندید ذهن به بهانه ناراحتی از شما یک مظلوم بسازه احساس تأسف برای خود و بازگویی ماجراها برای دیگران شما را اسیر ناراحتی نگه می‌داره از اونجایی که دور شدن از عواطف امکان نداره تنها راه دگرگونی اینه که به درون احساس برید وگرنه هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. پس توجه کامل خود رو به احساستون بدید و از برچسب زدن ذهنی به اون دوری کنید. در همون حال که به درون احساس میرید به شدت هوشیار باشید. در آغاز شاید مکان تاریک و ترسناکی به نظر بیاد. هنگامی که میل به روگرداندن از درد در شما شدید شد این خواسته رو مشاهده کنید. اما بهش عمل نکنید. همچنان توجه خود رو بر درد متمرکز کنید و اندوه، ترس، دلهوره تنهایی و هر چرا که هست لمس کنید. هوشیار و حاضر باقی بمونید. حاضر با تمامی وجودتون، با یکایک سلولهای بدنتون. شما با این کار نور را به داخل تاریکی میتابونید. این شعله آگاهی شماست در این مرحله دیگه لازم نیست نگران تسلیم باشید چون تسلیم رخ داده چگونه توجه کامل همون پذیرش کامل و همون تسلیمه با متمرکز نمودن توجه شما از نیروی حال که نیروی حضور شماست بهره میبرید هیچ مقاومت نهفته ای در این حالت باقی نمیمونه حضور زمان رو بیرون میرونه بدون زمان هیچ احساس منفی و درد و رنجی نمیتونه زنده بمونه پذیرش درد و رنج سفری به درون مرگ رویارویی با درد عمیق اون رو آزاد گذاشتن و توجه خود رو بر اون معطوف کردند همانند ورود آگاهانه به مرگ هنگامی که این مرگ را مردید متوجه میشید که مرگ وجود نداره و عاملی برای ترس نیست فقط نفسه که میمیره تجسم کنید که پرتایی از آفتاب فراموش کنه که جزء جدایی ناپذیر خورشیده و در این باور گمراه کننده فرو بره که مجبور برای بقا بجنگه و به هویت غیر از خورشید متکی باشه آیا مرگ این توهم به شدت رهایی بخش نخواهد بود آیا مرگی راحت میخوای؟ آیا ترجیح میدید بدون درد و عذاب بمیرید؟ اگر چنینه هر لحظه در برابر گذشته خود بمیرید و اجازه بدید نور حضور شما بر خود سنگین و مقید به زمان که شما به عنوان وجودتون میشناختید بتابه و اون رو محو کنه. راه صلیب یا روشنبینی از طریق رنگ راه صلیب راه قدیمی روشنبینیه و تا همین اواخر تنها راه دستیابی به اون بود. تأثیر اونو دست کم نگیرید و اون رو ترد نکنید چون هنوز موثره در راه صلیب پیش آمد به طور کامل معکوس میشه. در این طریق بدترین رویداد زندگی شما یعنی صلیب به بهترین رویداد زندگیتون تبدیل میشه. به این ترتیب شما به تصنیم، به مرگ، به هیچ چیز بودن و به الهی شدن وادار میشی روشنبینی از طریق رنج یعنی راه سلیم به این معنیه که مجبور میشید دست و پازنان و فریادکشان وارد ملکوت بشید شما سرانجام تسلیم میشید چون دیگه قادر به تحمل درد و رنج نیستید اما امکان داره پیش از رسیدن به این مرحله برای مدتی طولانی رنج بکشید انتخاب آگاهانه روشنبینی یعنی اینکه وابستگی خود رو به گذشته و آینده از میان ببری و لحظه حال رو مرکز توجه زندگی خود قرار بدی یعنی انتخاب کنید که به جای اقامت در زمان در حال حاضر زندگی کنی یعنی به وضعیت موجود پاسخ مثبت بدی اون وقت دیگه نیازی به درد و رنج نیست گمان میکنید چه اندازه زمان لازم دارید تا بتونید بگید دیگه درد نمی آفرینم. دیگه رنج ایجاد نمی کنم. چه اندازه باید درد بکشید تا این امکان رو انتخاب کنید؟ اگه تصور میکنید به زمان بیشتری نیاز دارید، زمان بیشتر و همچنین درد بیشتری در اختیار خواهید داشت. چون زمان و درد از یکدیگر جدایی ناپذیرند. قدرت گزینش. گزینش مستلزم آگاهی اون هم آگاهی والاست بدون آگاهی انتخاب ممکن نیست گزینش لحظه آغاز میشه که شما خود را از ذهن و الگوهای شرطی اون جدا کرده و حاضر شده باشید تا زمانی که به اون مرحله برسید شما از نظر معنوی ناآگاه هستید یعنی مجبوری طبق شرایط ذهن خود فکر احساس و عمل کنید هیچ کس کشکاری تضاد و درد رو انتخاب نمی کنه. هیچ کس دیوانگی رو انتخاب نمی کنه. این موارد از آن رو رخ می دن که به اندازه کافی حضور در شما وجود نداره تا گذشته رو ناپدید کنید به اندازه کافی نور در شما وجود نداره که تاریکی رو بزدایید. شما به طور کامل در اینجا نیستید و هنوز کاملا از خواب بیدار نشده اید. در این بین ذهن مشروط زندگی شما را اداره می کنه. اگر شما یکی از افرادی هستید که با پدر و مادر خود مشکل دارند، اگر هنوز درباره آنچه آنها کرده یا نکردند آزرده هستید، پس هنوز معتقدید که اونها انتخابی داشتند و میتونستند به گونه ای دیگه رفتار کنند. همواره چنین به نظر میرسه که دیگران حق انتخاب دارند اما یک توهمه مادامی که ذهن با الگوهای شرطی خود زندگیتون رو اداره میکنه تا زمانی که شما ذهن خود هستید چه اختیاری دارید هیچ شما حتی حضور ندارید خود رو با ذهن یکی انگاشتن وضعیتی بسیار مختلف در واقع این حالت نوعی دیوانگیه تقریبا همه به درجات گوناگون از این بیماری رنج میبرند. همین که متوجه این مطلب بشید دیگه تنفر و رنجشی نخواهید داشت. چگونه میتونید از کسی که بیمار خشمگین باشید؟ یگانه پاسخ مناسب همدلی و مهربانیه. اگر توسط ذهن داره میشید هر چند اختیاری ندارید اما باز هم از پیامدهای ناآگاهی خود رنج خواهید برد و در و رنج بیشتری ایجاد خواهید کرد شما زیر فشار ترس تزار، مشکلات و درد خواهید بود تا اینکه سرانجام های ایجاد شده شما را از حالت ناآگاهی بیرون بکشند تا زمانی که هویت خود را از گذشته کسب می کنید نمیتونید به راستی خود و دیگران را ببخشید فقط از طریق دستیابی به نیروی لحظه حال که نیروی وجودتونه بخشایش حقیقی پیش میاد. بخشایش نیروی گذشته رو پس میگیره و شما به راستی متوجه میشید که هیچ کدوم از کارهایی که در مورد شما انجام دادن یا شما انجام داده اید نمیتونه کوچکترین تأثیری بر جوهر تابناک وجودتون داشته باشه. هنگامی که به وضع موجود تسلیم میشید و به طور کامل حاضر میشید گذشته نیروی خود را از دست میده شما دیگه به گذشته نیاز ندارید حضور یگان راه حل و لحظه حال کلید مشکله از اونجایی که مقاومت از ذهن تفکیک ناپذیره از بین بردن مقاومت یعنی تسلیم بودن به منزله پایان دادن به سروری ذهنه ذهن شیادیه که وانمود میکنه شماست اون خدای دروغینه در حالت تسلیم تمامی داوری ها و عواطف منفی از بین میره آنگاه قلم روی وجود که توسط ذهن پوشیده شده بود گشوده میشه ناگهان سکونی عظیم و والا در درون شما پدید میاد احساس آرامشی ژرف و بی انتها و درون آن آرامش نشاطی عظیم نهفته است و درون اون نشاط عشق نهفته است و در درونی ترین بخش درون آن مقدس آن بیکران همو که نمیتوان به نامی خواندش نهان است